سوار ماشین شدن و گاز دادن و دنده عوض کردن هم تبدیل بشه به چیزی لاکچری در شما داری خدمات حمل و نقل رو دیگه اجاره میدی پروداکت اصلی تسلا ماشین تسلا نیست مگا فکتوری پروداکت تسلا تصمیم گیری راننده در نهایت اسکیل بیسته در صورتی که شما وقتی راجع به یه خودروی خودران داری صحبت میکنی همه چی نالج بیسته تو اگه بخوای یه رباتی درست کنی که تقریبا جنرالیست باشه بتونه خیلی از کارا رو بکنه بعد فرم انسان داشته باشه چون دنیا رو ما برای انسان ساختیم چالش اصلی واسه اینکه شما رو لول اتونومی رو ببری بالا اینه که شما بتونی عملا اچ کیس ها رو جنریت بکنی و تو محیط شبیه سازی اینا رو بتونی تستشون بکنی اینم باز مثلا یه مدل دیگه سیمولاتوره که باز من مدیر پروژش بودم بهش میگفتیم درایوین کیو پروژه من الان بهتر مود نیست پروژه من ساخت تیمیه که داره بهتر مود رو میسازه تیم ورک کار کردن یه اتیتیود خاصی میخواد که اگه طرف نداشته باشه اسکیلی نیستش که بشه به دست آورد اول چه جوریش مهمه record start recording خب تو تو لینکدینت ما از تو خورده یوکی آره آره تو یوکی آره یوکی تو سان فرانسیسکو و نمیدونم لندن و هم نیدیم هم دیگه رو <applause> آره میتونی حساب کنیم اصلا بگی فنه جزء فنا بودم بعد دیگه به پیغام دادم و لطفا کردی جواب دادی یا دیگه با هم دیگه کانک شدیم این کیس جدید منه آره خب <تصفح> <فعله میکنه>. <تصفح> 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 ببینم خوبی پس من تو رو هیچ جا ندیدم ما با هم فقط آنلاین صحبت کردیم فقط یه دونه اسکرین داشتیم و یه جلسه همون ساعته و اینا با هم دیگه صحبت کردیم یه آشنایی اولیه بود خب. آره خلاصه یه مدت زیادی حقیقتش از وقتی شروع کردن پادکستات گوش کردن چون میدونی دیگه آدم میاد خارج از ایران خصوصا اگه کشورهای اروپایی باشه و خیلی هم ایرانی کامیونیتی خیلی زیاد قوی نباشه آدم خیلی بر نمیخوره خصوصا مثلا سنم که بالا باشه وقتی ماجرت میکنه دیگه خیلی هم خوب این دور که ما هستیم حالا به خاطر اینکه مثلا تو فیل خود رو هستیم خیلی ایرانی زیاد نیست دور مثلا مثل لندن و منچستر و اینا نیستش بعد دیگه خلاصه تنهایی خیلی فشار میاره دیگه دیگه پناه بودیم پادکست و دیگه... اصلاً پادکست هم تو دوره کووید در وجود اومد دیگه و یه نکته که هم وجود داره حالا ممکنه مثلا تو بگی آخر هفته ها خیلی دوست داری مثلا با دوستات شاید بری یه باری یه جا بشینی خونه هم دیگه بری نوینا ولی عموماً الان امسال ماها ترجیح میدی با آدمایی نشست رو برخواست بکنی که وقتی هم دور هم نشستین دارین این موضوع های مورد علاقتون و مورد علاقمون صحبت بکنیم و این الان احتمال اینکه اینو با دوستای بچگی و قدیمی داشته باشی خیلی خیلی کمه تقریبا شاید صفر حتی و باید یه نتورک جدید پیدا بکنی من خودم شخصا احساس میکنم خوششانس بودم به واسطه ای حالا این تجربه که تو این دنیای استارتاپ و ایران و تورنتو هم حالا یه محیطی شده که خیلی ها اومدن این نتورک رو دورم البته با تلاش جمع کردم نگر داشتم و پادکستم مواصل همین قضیه است که آقا بس دیگه چرا با برای ها باشیم بریم اینور اونور بشینیم مثلا یاوه گویی میدونی یکم با برای بچه‌ها خودمون بشینیم که با تیپا و تاپیکای خودمون دوست داریم بشیم صحبت بکنیم دیگه یعنی من کاملا این دوتا دنیا رو میتونم درک کنم یه دنیا اونوره یه دنیا اینوره حالا این چالش که داریم میگی سوال من از بچ... یعنی تقریبا از همون دوران دانشگاهی داشتم من چون کلا این آدمایی نبودم که نرد باشم فقط سرم تو کتاب و درس و اینا باشه ای طرف هم به آق... کاره رو انجام میدادم یعنی نه که مثلا علاقه نداشتم دانشگاه و درس ها اینا ولی از اون حالت خرخونی که نمیدونم بیفتی رو کتاب و بعد نمیدونم کل همه چیه زندگی سه تحصیل کنی بشه یادم آدم تک بودی نبودم دیگه خلاصه ما یه سری رفیق داشتیم واسه لاتولوت بازی و لش بازی و اینا یه سری رفیق هم... رفیق که حالا بیشتر گفت پارتنر یا نمیدونم حالا کسی که هم دانشگاهی تن و اینا سخت کلا اینکه آدم بخواد مثلا هم از یه طرف با آدم های فاز خودش بخواد بپره هم تاپیک های خیلی مشترک داشته باشه بخواد صحبت بکنه خصوصا وقتی وارد دنیای کار میشی و تک و نمیدونم بحثا اینجوری دوستات میبینیم مثلا کلا فازشون یه سمت دیگه است تا یه حدی مثلا میشه حالا فان و تفریح و اینا رو باشون گذرنم ولی دیگه مثلا میخوای یه سری راجع به مورد علاقت هم صحبت بکنی خیلی دیگه اه. چیز نمیشه جور میگم چند بودنه خیلی چیزی که من به نظرم خیلی میس میشه یعنی تو دانشگاه هم که بودیم کلا همیشه میگفتن آقا این پسره کیه نمیدونم باشگاه میره کلش اینجوری کرده نمیدونم اصلا تیپش به این حرفا نمیخوره اونورم که میرفتی دوره چالش های دیگه داشتی دیگه مجبور بودی کلا کامیونیتی تو بکنی دوتا پسر من جذابیتی که دوست داشتم باد صحبت بکنم به خاطر اینه که تو کلا تو کار ماشین و اوف فرمون و دنده و اتونامس درایوینگ شاید حتی تو تو فکر میکنم حتی تو ایرانم کارت مرتبط بود یعنی تو ایرانم سایپا کار میکردی و برای تو دنیای همین داستان های ماشین و اینا بودی الان هم تو یوکی اونجا هستی توی داستان ماشین و اینا هستی که من یادم با صحبت کردم داستانت خیلی باحال بود یعنی اینجوری بودی که پشن در بچگی این بود که عاشق رنجوور و ماشین های کلاسیک و این تیپی بودی و الان هم تونسی و یه جورایی به اون آرزود برسی درست یادمه حرفایی که زنی نه قطعا درسته حالا از علاقه از بچگی بگم که آره دقیقا عاشق ماشین که بودم من بچه که بودم بابام اول اوایل انقلاب بود دیگه یعنی بعد اوایل بعد از انقلاب کلا 5 تا رنج پشت سر هم با رنگ های مختلف و اینا میگرفت عوض می‌کرد دیگه خلاصت از همون بچگی کلا علاقه به ماشینه که داشتم رشته هم که تو دانشگاه انتخاب کردم و اینم کلا مکانیک هم به همیش رفتم توش که حالا بعدا رفتیم بیریم نه اصلا مکانیک الزامن رفتی به خود رو نداره من یادم مثلا اون موقع خب خیلی وضعیت اقتصادی جوری بود که برای اینکه سرمایه رو مثلا بخوان نگه دارن اگه مقدارش زیاد نبود تو ماشین مثلا میخواستن سرمایه گذاری بکنن ثبت میکردن ماشین میفروختن و اینا بابا اینم که هدف ماشین جدید میومد سبتنام ثبت میکردن من کلا فانم این بود که برم دفترچه کاتالوگ ماشین رو بگیرم بشینم بخونم تو ماشین بشینم ضبطه رو گوش بکنم و تقریبا مثلا میشه گفت روز اول یه کل کاتالوگر رو خونده بودم دیگه اونقدر که مثلا خود ماشین خوابم ببره این که خب دارم میگم خیلی بچه بودم و خیلی هم حالا بعدا به کارم اومد همین داستان و تجربه که داشتم دیگه دانشگاه رفتنم هم تو همین رشتم به واسطه همین علاقه به وجود اومد و توی دانشگاه سعی کردم فیلدی که یعنی تو حوزه مکانیک بیشتر برم سمت حوزه های خودرای خودران و اینا که این حالت مکاترونیکی و اینا میشد حالا اونایی که میدونن رشته دینامیک کنترل چیه توی رشته مکانیک خیلی اوورلپ داره با برق و الکترونیک و مکاترونیک و اینا دیگه رفتیم تو همون حوزه ها دیگه ساخت ران... سیمولاتورهای رانندگی و نمیتونم تحقیقات رو همین حوزه های خودروی اتونوموس و اینا تقریبا میشه گفتش که هر چی که از ابتدا من کار کردم ربط داشته به همین حوزه یعنی سعی کردم حالا هم توی اون رزومم یا کل سوابقی که داشتم دیوییشن نداشته باشم مثلا جامپ بکنم از این حوزه به اون حوزه که دیگه حالا علاق، همین علاقه هم باعث شد که بعد مثلا اون دوره که تو دانشگاه بودیم سیمولاتور رانندگی ساختیم و تست تشخیص خوابالودگی و نمیدونم کلی هم حالا اون موقع سرستدا کرد خیلی مصاحبه بود تو تلویزیون و رادیو و روزنامه و اینجور چیزا انجام میدادیم مسخره هم میکردیم دیگه کلا یه مدت تو تلویزیون مد شده بود که هرچی چی میگفتم مثلا یکی یه, یه چیزی مخت... اختراع کرده اینا میگفتن اولین بار در ایران خاور میانه خلاصه ما این سیمولاتور رو نزدیک مثلا 5 6 بار افتتاح کردیم حالا با مقامات مختلف و اینا هر بارم هم همو افای تکراری و این صحبت ها دیگه خلاصه همین قضیه هم باعث شد دیگه بعد همین داستانه پژوهشی تو دانشگاه برم سمت جذب خودروسازی ها بشم که اون موقع خب استادم یه پوزیشن داشت توی مرکز تحقیقات سایپا یه دپارتمان جدید زدن به اسم ادوانس ویک تکنولوژی توی مرکز تحقیقات سایپا من یه مدت خیلی کوتاهی بود که داشتم توی یکی از ساپلایرهای بزرگ ایران به اسم کروز کار میکردم که بزرگترین قطع از که سهام زیادی از ایران خودرو داره و یه بخشی از سایپا اینا دیگه به دعوت هم استادم رفتیم توی مرکز تحقیقات سایپا دپارتمان دقیقت شروع کردیم حالا شاید به نوعی مثلا بشه گفتش که مثلا کوفاندر بخش ادوانس ویک تکنولوژی توی مرکز تحقیقات را نوع استارتاپی شو اینا دیگه بحث الکتریفیکشن بود که رو خودروهای برقی بود یکی هم بحث خودروهای اتونوموس و سیستم های کمک براننده که بهش میگن ادوانس درایور اسیستنس سیستمز که من اون بخش رو در حقیقت دید میکردم نیرو جذب کردیم تجهیزات گرفتیم دوره آموزشی توی خارج برگزار کردیم و شرکت کردیم و اون همون بازه بود که اون گپی بود که در تحریم ها برداشته شده بود خیلی به با شتاب رفتیم جلو و منم تونستم خب بود جای خوبی بگیرم و در حد مثلا میلیون یورو اون موقع هزینه کردیم ما بابت گرفتن همین تجهیزات و دورای آموزشی و مثلا این چنینی دیگه خلاصه مدت کار کردیم و با ساپلایرا قرارداد قرار داد بستیم و همین خود روی که شاهین الان روی تو خیابونه هستش از سایپ آمد پلتفرمی بود که تیمای دیگه روش کار میکردن قرار بود یه سری از همین فیچرهای مربوط به رای حالا نه به نوع خودران لولای اتونومی پایینش و مثل تو خودکار و بلایند اسپات و اینجور چیزا رو داشته باشه که یه سری از پلیس هولدر نمیدونم یه سری باتناش رو نمیدونم اینجور چیزا هم بود روی خود رایی که رو نمایی کردن بعد دیگه خورد به دوره بعدی تحریما بعد دیگه ساپلایر همه قراردادا رو کنسل کردن و پروژه رفت رو هولد و ما موندیم یه سری تجهیزات و پروژه تحقیقاتی و این حرفا که دیگه تصمیم گرفتم بعد پنج سالی موف کنم انگلیس حالا من بدی دستم میکروفون من آره من میگرفتم کافی ما ریختم پازار خودت بزن که من دیگه وسط شموق جزبو داره توضیحاتی بدم ببین من اتفاقا خیلی موضوع جذابیه برای من شماره یک اصلا داشتی حرف میزدی من انقدر سوال تو زنم شماره یک ولی بذار به ترتیب ازت بپرسم که یه مقداری هم با قضیه بیشتر آشنا بشیم آم... اول از همه ایران وضعیت خودروسازیش چون وقتی راجع به نمیدونم ایران خودرو و سایپا و اینا صحبت میشه ما تو ایران همیشه همه چی کلانی صحبت میکنیم همه چی مکروه میدونی من شخصا علاقم به نکته های ریستره یعنی آیا ایران انقدر پیشرو هست چون از یه طرف میدونی که شرکت هایی مثل ایران خودرو اینا من شنیدم آ... شرکت های ولی از یه طرف دیگه این وضعیت مملکته از یه طرف دیگه پریشب داشتم پادکست ایلان ماسک رو گوش میکردم با جوروگن که برای بار چندم اومده بود و ایلان ماسک همش داشت تاکید میکرد یعنی هزار بار تاکید کرد که اصلا بحث بحث طراحی خود رو و دیزاینش نیست بحث منفکچرینگه منفکچرینگ و این که تو بتونی ماشین رو بسازی به تعداد بالا خط تولید اصلا کل قضیه اینه نکته قضیه این نیست که تایپ های ایران خود رو احتمالا بلد نیستن ماشین طراحی کنن ترهایی اتفاقا خفن هم میتونن داشته باشن ولی تو نمیتونی اونو توی تعداد بالا درست بکنی خط تولید نمیتونه اونو ساپورت بکنه طراحی ماشین کاری نداره حتی تو این داستان ماشین‌های خودران مثل تسلا و اینا کلی استارتاپ ما داشتیم که اومدن کلی های اتونامس درست کردن میدونی ماشین‌های خودران درست کردن های سلف درایوینگ کار درست کردن ماشینی که خودشون میتونن به دیز خیلی استارتاپ داریم کلی هم ریس کردن نکتهش طراحی نیست این نیست همه میتونن تحریک کنن الان من به منم یکی دو میلیون دلار بدی یه تیم میتونم جمع کنم یه ماشین خودرام بسازی با تمام این سافرهایی که حتی تسلاش هم دیگه سلف درایوینگ کارش بکنم اوپن سورس دیگه یعنی همه میتونن برن از این الگوریتم استفاده کنن این دوربینا ها الان تمام سافرهای ایمیج ریکگنیشن و اینا همه وجود داره این همه اوراکل و آمازون دارن کلاودای میدن که بتونی این کلکولیشن ها رو همه رو بتونی آن کلاود انجام بدی هم که اوپن سورسه یعنی تو میدونی واقعا دو سه داد... تا مثل لگو به هم وصل کنی تو هم یه ماشین بسازی هنر ولی اینه که تو الان از این اینم ساختی چجوری میتونی از این مثلا هزاران هزار تولید داشته باشی این کارخونه هست پروداکت اصلی تسلا ماشین تسلا نیست مگا فکتوریه پروداکت تسلا ساخت کارخونه است ساخت اون خط تولید است و من فکر کنم یکی از مشکلات ایران هم همینه یعنی اینجوری که علم بچه های چون تو ایران به هر مهندس ها زیادن خودت داری میگی اونجا کار میکردی من اصلا یکم برام عجیبه که ما وقتی این ای بی و ترمزش کار نمیکنه و نمیدونم راهنماش کار نمیکنه بف باکو میزنی بوغ میزنه تو داری میگی ما تو ایران داشتیم روی نمیدونم خواب آلودگی راننده و اینا فکر میکردیم و مثلا اینجا که اینقدر اختلاف بین چیزی که ما داریم میبینیم با ریسرچی که واقعا داره انجام میشه این گپ کجا فکر میکنیم یا تو ایران به سوال حرفی که داریم میزنی درست هست ولی مثلا در مورد دقیقت بالا خود رو رو ما بهش میگیم OEM Original Equipment Manufacturer OEM هایی که به حال مارکت لیدر هستن اونا بحث های کوالیتی و سیستم های کامنشنالشون کلا حل شده است یعنی اونا روی اسکیل کردن یه تکنولوژی ادوانس دارن صحبت میکنن که خب خودش به حال یه چالشه ولی تو ایران ما اصلا چند گام عقب تریم اتفاقا مشکل اسکیل اپ کردن تیراژ تولید و اینا نیست اصلا چاله بگذاریم با وجود تحریم و اینا خب رو تامین قطعات همین سیستم های معمولی هم کلا مشکل خب خیلی به وجود اومده بود اتفاقا چالش تو ایران اینه که رو بحث کوالیتی تولید و تجهیزات تولید خیلی ضعیف کار میکنن یعنی دقت کنیم مثلا دیویس که فرانسویه سری اول یه ماشینه که سری اول میان خوبه بعد همین به مرور زمان که شروع میشه طراحی و طراحی که نه بگیم ساخت داخلیش که شروع میشه از همون سفر صندلیش بگیری تا چیزای حالا ممکنه ادونس تر باشه کلا مشکل شروع میکنن کپی کی... کردم میگن اینو که خودمون بلدیم با هزینه کمتر میزنیم اونو برمی داره اوریجینالشو برمی داره خودش میسازه آره ببین مثلا فرض کن م... معمولا وقتی که ماشینو شروع میکنن منتاج کردن یعنی کلا فرایند اینکه که ای ماشین وارداتی رو میارن اینجا بعد شروع میکنن منتاج کردن داخلی سازی فرایند تدریجی داره یعنی میگن خب ما مثلا فرض کن تیراژ 20000 تا اول 3000 30 تا اول کلا سیکیدی میاریم یعنی کل قطعات از خارج میاد اینجا فقط اسمبل میشه بعد شروع میکنن یواش یواش کردن اون بحث تولید داخلیشو شروع کردن حالا اینجا اگه برای داخلی سازی خودروساز هیچ وقت خودش به صورت مستقیم وارد نمیشه یعنی اصل داستان قطع سازه قطع ساز بعد شروع کنه مثلا فرض کن صندلی رو بگیره دقیقت شروع کنه به طراحی تر یا طرح و خریدن از خود همون شرکت ساپلایر خارجی که برای اون اویم میزنه بعد شروع کنه به اساس استاندارد داره که اون میزنه هم دقیقا ساختش رو انجام بده و هم تستش رو انجام بده توی بحث انتقال تکنولوژی ساخت و طراحی خب ایران تا یه جاهایی مثلا با بعضی از شرکت ها میتونه کنار بیاد ولی بعضی از شرکت ها با توجه به شرایط تحریم به ایران اجازه این که بخوان داخلی سازی بکنن رو نمیدن حالا پوشهایی که میارن فشارهایی که میارن توی بحث قراردادهایی که میخوان ببندن میگن اگه اصرار داریم بعد داخلی سازی ما میتونیم مثلا به شما اجازه داخلی سازی بدیم ولی ترها به شما نمیدیم استانداردا رو بهتون نمیدیم نتیجهش این میشه که مثلا فرض کن سازنده صندلی یا چراغ 206 که میتونه بر اساس استانداردهای شرکت مثلا فرض کن او که برای پژو میزنه بیاد داخلی سازی بکنه و قطر رو هم صادر بکنه همون کاری که مثلا برای ترکیه اتفاق میفته ترکیه عملا یه قطع ساز خیلی حرفه ایه با اینکه حالا برند خود هم نداره که حالا اخیرا کار کردن روش کانسپتش اینه بعد اینا چون خب به حال این اجازه رو ندارن یا به حال اون کوالیتی رو هم ندارن حتی اجازه اکسپورت هم بهشون داده نمیشه میگن این مال شما پلتفرم هر بلایی هم میخواین سرش بیارین بیارین فقط توی باندری ایران تایش میشه مثلا اون 206 که شما میبینی بعد مثلا فرض کن سه سال که داخلی سازی شروع میشه کوالیتی ها به همون شده هی میاد یواش یواش پایین تر چون عملا نه تجهیزات خط تولیدشون درست حسابیه نه طرحو میتونن سه گذاری بکنن ولیدیشن انجام بدن نه تست بلالانشون درست حسابیه خود رو سازم اون دانشو نداره که بخواد اصلا بیاد بگه آقا من بر اساس این ریکوایرمنت ها اینا از تو تحویل میگیرم واسه هم میبینی مثلا خود را ممکنه رندوم یه سریشون دیزاین مثلا چراغاش درسته ساختشون کوالیتیشون اوکیه یه سری دیگه نه یعنی امنا شما با دادن یک ریکوایرمنت اگه ریکوایرمنت درست باشه به دو ساپلایر متفاوت بری باید بتونی یک چیز یکسان رو تحویل بدی ولی این چون ریکوایرمنت ها در خیلی واید و نمیکنه سازنده رو تو عملا یه چیز رو میدی دو تا سه تا چیز مختلف میگیری این این چالش کوالیتی که به توی قطعه های قطع سازای داخلی هست تو خود سازم هست که عمدتا نشد میگیره از خود خود رساز. ولی خب توی ایران عملا ما حتی رو همون قطعات کامنشنال یعنی اصلا بحث ادوانس تکنولوژی ها رو هم نمی کنیم این گپ وجود داره و پوش هم همیشه بر افزایش تیراژه چرا چون خیالشون راحته که در واردات بسته است میتونن بفروشن و کلا هم همیشه تارگتی اینه مثلا ما تو شرکت هم که بودیم یه مانیتور هست کلا ظرفیت یعنی مقیاس اندازه گیری یا اون KPI که دارم برای رشد خود خودساز تیراژ نه اینکه مثلا فرض کن ما با چه کوالیتی داریم تحویلش میدیم چون میدونن که به حال اینا میفروشن مردم حتی صف میکشن حتی بر قره کشی بکنی ماشینو رو بخوای بخری Uh, ولی وقتی وارد بحث ادوانس تکنولوژی میشی این این ای, اینا دقیقا واسه خودسازهای او یا او مارکت لیدر این قضیه حل شده است uh, اونا میگن آقا ما بحث کوالیتی و uh, سیستم های حل شده است حالا ادوانس تکنولوژی آوردیم بروش روش رو بحث مثلا خودروی خودکار،, یا بحث مثلا الکتریفیکیشن حالا میخوایم اینا رمپ اپش بکنیم اسکیل اپش بکنیم اونجا به چالش دارن. چیزی که ما تو ایران خیلی مشکل داشتیم راجبش که ابتدای اصلا تاسیس همون دپارتمان هم بود این بود که آقا درست بحثای کوالیتی چون همیشه این ما رو این آرگومنت وجود داشت که آقا ما هنوز وضعیت نمیدونم سیستم ترمزمون اینه نمیدونم سایپا ها نمی, سای نمی کنه که زه از روی در ور داره قیمت های سر بیاره پایینتر یا نه بعد شما مثلا بحث رادار و دوربین رو نمیدونم تکنولوژی ادونس میکنه این این دو تا قضیه جداست چون حتی, حتی اگه شما همین امروز هم استاد بزنی تا بخوای به اون نقطه برسی یه کرو خب خیلی اسموسی داره که بخواد به اون حدی برسه که شما از عملا توی بسکت تکنولوژی یه چیزی داشته باشی برای اینکه اضافه بکنی یعنی این دوتا نباید با هم دیگه میکس بشن چالش شما همیشه این بود یعنی مثلا تو میرفتی مدیر عامل رو قانع میکردی هیئت مدیره رو قانع میکردی بریم مثلا فلان بودجه رو بگیری این تجهیزات رو بیاری این زیرساخت رو ایجاد بکنی تیم کارشناسی و یا چون اگه دلشون نباشه همکاری باید نمیکنن تو عملا توی سازمان بزرگ هم اگه کانتریبیوشن همه نباشه روی یک مسئله خاص تو عملا به موفقیت هم نمیرسیدی چار... یعنی نیم ساعت یا ساعت اول هر جلسه اگه نگیم کل جلسات ما میرسن اینکه ما مجدد خودمون رو توجیه بکنیم برای چی داریم این کار انجام میدیم چون به حال در واردات باز میشه خدای چینی میان خدای چینی و اون روز هیچ کدوم این سیستما رو نداشتن الان نگاه بکنی همشون الان همین تجهیزات و تکنولوژی رو دارن اون موقع میگفتن خودتو با مثلا ما بنچمارک میکردیم مقایسه میکردیم میگفتن اصلا سراغ نمیدونم سازای اروپایی نرو خودسازای کره ای نرو خودتو فقط با چینی ها مقایسه کن که ما اونجا رودمپ ها رو ما مانیتور میکردیم می دیدیم آقا چینیا الان وضعیتشون اینجوریه با این ریت رشدی که دارن سه سال چهار سال دیگه همین تکنولوژی هایی که الان اروپایی دارن یا کره ها دارن اینا خواهند داشت که الان من الان چهار سال چهار سال چهار سال خورده ای الان اینجا هستم عملا به همین نقطه هم رسیدیم یعنی الان خود چینی همشون همین تجهیزات رو دارن همین سیستم های رادار رو دارن حالا لول های یه مقدار متفاوته این این به این چالش وجود داشت به اضافه اینکه شما عملا باید قطع احساس پشت باشه بابت اینکه بتونی یه همچین چیزایی رو داشته باشی میخوای مثلا سیستم های ادونس داشته باشی الکتریفیکشن داشته باشی یعنی ما من یادمه مثلا اون موقع آر اف بی میفرستادیم واسه شرکت های خارجی مختلف حتی تو بازه‌ای که تحریم ها هم برداشته شده بود بهت بگم مثلا از هر 20 سازنده ما باید با چه اصراری اینا رو متقاعد میکردیم که برای اینکه بخوان یه بیزینسی با ایران داشته باشن یه قطعه بفروشن یه پروپوزال فقط به ما بدن بعد مثلا تو یه دونه میگرفتی میرفتی کمیسیون معاملات بابت نمیدونم تصمیم گیری راجبه به فلان قرارداد میگفتن نه باید حتما سه تا پروپوزال باشه گفتم خب نیست یعنی کسی عملا نمیاد که بخواد توی این مناقصه شرکت بکنه خلاصه با همه این چالشها تونستیم مثلا ما این قرارداد رو بگیریم اما خب تهش به اون پروداکشن نرسید انتهای داستان ولی من این دوتا رو باز یه مقدار مجزا میدونم یعنی اینکه شما اسکیل اپ بکنی یه سیستم فچل قدیمی نمیدونم با کوالیتی پایین رو هی میخوای اصرار بر افزایش تیراژ داشته باشی یا اینکه نه تو به یه کوالیتی مناسبی میرسی بعد میخوای اون کوالیتی رو حفظ کنی و بعد اون رو اسکیل اپ بکنی که اون قاعدتا مثلا چالشی که الان خود سازای درجه یک باش موجهن. ببین آخه موضوع قبول دارم که دوتا موضوعه ولی کاملا به همدیگه ربط دارن چون اگه قرار باشه که تو فقط تیراجت بالا باشه و به اینوویشن فکر نمی کنی و به نوآوری فکر نمی کنی آره خب یه دیپارتمنت هم ولی شما دیگه بهتون پول نمیدن که برید روش ریسرچ بکنین چون اصلا جز اولویت های شرکت نیست به مثلا یه کمپانی مثل اولا که کلا صنعت خودروسازی خیلی صنعت الان به شدت زیر فشاره یعنی من فکر کنم بغیر از تسلا و فورد بقیه کمپانی ها تقریبا همه بنکراپ شدن آمریکایی ها و حالا اروپا هم الان یه مقداری دارن زور میزنن و به نظر من اتفاقی که داره میفته مثلا خب به هر حال تسلا داره تو هر زمینه اینوویت میکنه یعنی از دستگیره باد شدن در گرفته تا فرمون گرفته تا باتری ماشین گرفته البته اون اصلا کمپانی ماشین نیستن اونا روباتیک اونا روباتی کمپانی حالا یه ربات هم ساختن چهار تا چرخ داره ولی یا حتی میتونی ادعا کنی باتری کمپنی همه چی میتونی ادعا کنی از, از جفتشون کامف... اره. تک کمپانی یعنی عملا اصلا این ترانسفورمیشنی هم که داره اخیرا اتفاق میفته توی خود سازه حالا به واسطه اون اینوویشنی بود که خود تسلا به وجود آورد. خود سازه به صورت تردیشنال یه فرایند توسعه یه خیلی لخت و طولانی دارن یعنی مثلا شما میبینی یه یه مدل یه رو بخواد جدید وارد بازار بشه یه دقیق پلتفرم بخواد عوض بشه و یه مدل جدیدی یه ماشین رو ببینی حداقل مثلا چهار سال طول میکشه خب یه بازه زیادیه توی دنیای امروز هم حتی برای اینکه کلا فرایند توسعه خود رو توی دنیا از قدیمم که بوده سیستم واترفاله یعنی شما عملا باید بشینی ریکوایرمنت رو جمع بکنی بعد نمیدونم دیزاین رو انجام بدی بعد حالا قطعات رو بسازی بعد تست رو انجام بدی در که که این خود این فرایند بعد پروتوتایپینگ انجام بدی بعد سه گذاری انجام بدی این مسائل که این فرایند باعث میشه مثلا طراحی یک خودرو و اینتگریشنش حداقل چهار سال طول بکشه Uh, ولی تو دنیای تک اینجوری نیست uh, یعنی اون سیستم اجایل که uh, توی این uh, بیشتر استارتاپ ها و شرکت های سافری و این هم uh, بیشتر uh, رایجه uh, شما عملا سعی میکنی که با ایتریشن های خیلی خیلی کوتاهتر uh, پروتوتایپ هایی رو بسازی MVP شروع بکنی بعد عملا شروع بکنی به uh, اینکه شو ببری بالاتر و وارد بازار بشی که این ترانسفورمیشن رو ما الان داریم تو شرکت جگوار لند روور که الان من هستم تجربه میکنیم و تقریبا حدود دو سال خو... دو ساله بهت بگم که گفتن که ما میخوایم اصلا کلا دیدگاه رو عوض بکنیم از اینکه بخوایم یه خودرو ساز ترادیشنال باشیم میخوام تبدیل بشیم به شرکت تک کمپانی فرنده هم کلا باید بازنگری بشه و عملا زیر رو کردن دیگه یعنی همین الان هم که من دارم با صحبت میکنم کلا تغییر و تحولات فرایندی هم داره همین الان توی مجموعه اتفاق میفته یعنی ما الان تقریبا میشه گفتش که از لحاظ فرایندی همون سیستمایی رو که توی شرکت تک دارن انجام میدن فرآینده اونا رو داریم فالو میکنیم همین بحث اسکرام و اجایل و نمیدونم مثلا این چنینی ولی خب خودسازای ترادیشنال که حالا میشه گفتش که فالوور هستن همون روش سنتی هستش دیگه یعنی خب اینم خیلی طول میکشه واسه اینکه ما پروداکت جدیدی رو بخوای بدی به بازار رو معرفی بکنی ببینم تو الان تو توی الان جی ال آر مشغول به کاری درسته یه که، و کمپانی که جکوار و لندروور یه کمپانی بریتانیاییه که جکوار و لندروور یه هلدینگ هستن هولدینگ نه اه، عملا یه نوشته من در که هولدینگی که در حقیقت صاحب کل مجموعه شرکت تاتاست تاتای هنده اون هلدینگ عملا یکی از شرکت هایی که خریده شرکت جگوار که قبل از این عملا ادغام شده بودن برای اونا که حالا نمیدونن شرکت جیلار عملا مجموعه جگوار لندروور ماشین های رو خب باید برندش رو خیلی ها بشناسن لندروورم تو ایران بیشتر معروف به همون ماشین لندروور دقیقا اونایی که واسه شبیه جیپ و اینا آف آفرود بازی آفرین ولی خب معروف ترین و لاکچری ترین ماشینی که داره همون خود رنجروور رنج روور جزه که تحت مجموعه لندروور عملا تولید میشه و این دو تا شرکت با هم دیگه ادغام شدن و برند جدیدشون جگوار لندروور بوده که حالا به اسم به صورت اختصار جی ال آر دلیل داشته با هم ادغام شدن ماشاءالله رونیو امسالشون هم 22.8 بیلیون دلار بوده نه حتی جی بی پی آه اه اه یعنی دلار آمریکا نیست پوند میشه اره. اره. آره که پوند پوند <تص> خب. آره خب وضعیت اقتصادی دوتا شرکت خوب نبود قدیم همین هم باعث واگذاری شد توی حالا اون مدت زمانی که از قدیم اینو با هم دیگه حالا قبل از اینکه ادغام بشن توسط یه مدت توسط فورد خریداری شد بعد BMW ام بعد ادغام شدن با هم دیگه بعد شرکت تاتا تا اینا رو گرفتشون و همه این هم به خاطر این بود که وضعیت مالی خب خیلی مناسب نبود توی دو سه سال اخیر عملا هم با تزریق مالی و نمیدونم تغییر اه، ویژنشون اه، شروع کردن به سوداوری و زیانه قبلی رو جبران کردن که حالا این اخیرا این استراتژی جدیدشون به اسم ری هستش تارگتشون اینه که خودروها رو, رو علاوه درجه لوکس بودن لاکچری بودن حداقل یه گریت ببرنشون بالاتر یه مفهوم جدیدی از لاکچری رو داشته باشن یعنی حداقل مثلا فرض کن یه کوالیتی یا در حد مثلا خود روی بنتلی باشه که حالا اونم بازی برند انگلیسیه ولی کماکان تیراژ حفظ بکنن و اون محصولی که مارکت رو قرار رو حالا به از سال 2025 وارد میشه که الان ما داریم روی همون پروداکت کار میکنیم که این پلتفرم بحث خود رای هم تو پارتنشیپ با شرکت انویدیا که این پارتنشیپ جدیده یعنی اصلا این نکته خیلی جالبیه یعنی شاید برای خیلی سوال باشه چون انویدیا رو من که از بچگی خیلی فهم بودم اونم به خاطر گیمینگ و کارت گرافیک و به و بخر و جی فورس و نمیدونم همیشه جنگ من یادم بچه که بودیم خیلی دنیای کامپیوتر به نظرم حتی فانتر بود از اینکه برم AMD و یکی AMD می میبست یکی اینتل میبست یکی کارت گرافیکی ها رو میرفتی به هم دیگه یعنی اصلا شعاف ما پسر رو بیشتر تو این دنیا بود اون موقع کی کیس خفن تری پای پایتخت میرفتی طبقه به طبقه و اتفاقا من الان دوست دارم یه پی سی هم ببندم چون من خیلی هم رو مک موندم و اینا ولی الان همه می‌دونن که این ویدیو یه کمپانیه که ترکونده و شاید برای خیلی سوال باشه که این انویدیا چون چیپ میکره در حقیقت و یه کمپانیه که همه اون حالا شاید بیشتر به واسطه گیم و کارت گرافیک و اینا بشناسن اتفاقی که افتاد این بود که تمام قدرت پردازشی کامپیوترات روی دوش سی پیو بود و سی پیو از یه حدی به بعد دیگه نتونستن اون افیشنسی رو هم تو مصرف کامپیوتیشن و هم تو مصرف برق حتی داشته باشن بعد کارت گرافیکا به خاطر اینکه میخواستن خیلی ریلای نکنن روی سی اومدن با جی یه مقداری از این کامپیوتیشن پاور رو خودشون اندل کردن آه. که بعد خیلی افیشنت تر هم بود یعنی یه جورایی عملا تو به جای که بری مثلا رم و نمیدونم سی پیو تو عوض کنی میرفتی حتی یه دونه جی پیو کامل اکسرنال میذاشی بقیل کامپیتر. کامپیتر واقعا قول بیابونی می شد که بازی از اونجا شروع شد که برای ماین کردن شروع کردن از جی پی این ویدیو استفاده کردن دوره که بیت کوین و ماین کردن و اینا خیلی مد شده بود و اینا اونجا خیلی یه خون تازه ای توی رگای این ویدیو دمیده شد به اصطلاح یعنی دوباره شروع کرد از یعنی یه مارکت جدیدی براش پیدا شد از دنیای گیمینگ و اینا یه مقداری مارکتش بزرگتر شد ای آی و این داستانه که هایپش الان به وجود اومد و اینا باز اینا چون همه کامپیوتیشن هیوی و یعنی اصلا دلیل اینکه این ای آی اینا رو ما الان میبینیم به خاطر نیست که تکنولوژیش الان رسیده یا الان کشفی کردیم اینا همه شما از زمان قدیم از 1950 و 60 همه الگوریتم آماده بوده همه اینا رو ما میدرسیم چطوریه فقط هزینه این کامپیوتیشن و هزینه این سرورها و هزینه این جی پی او چیپا به حدی اومده پایین که الان میشه اون الگوریتما رو واقعا در اسکیل رانش کرد وگرنه علمش خیلی وقته هست و حالا این ماشین های خودران و اینا هم دارن به سرعت تصویر رو دارن با دوربین دارن نگاه میکنن ولی تو به نیاز قدرت پردازش فوق العاده بالایی تو لحظه احتیاج داری که آقا این آدم این هیومنه این داره راه میره این سبز این چراغه و همینا داره به شکل ریل تایم انجام میشه اصلا نشون به اون نشون که ما یه ویدیو پادکست ضبط میکنیم این ساعت بعد وایس این ویدیو رندر شه من اینجوریه که خب چرا ما همین ریل تایم الان همین که ضبط کن میدونی <laughs> ولی خب اینا به یه سی پیوه خیلی بالای احتیاج داره تا این اتفاق بیفته و همه شرکت یا هوب حالا ات... من چون سی ای چون خیلی نگاه میکنم خیلی آدم باهوش و خیلی آدم خفنی هم سی با علم به این که دنیا داره میره به سمت ای آی و اینا تمام خوش رو پوزیشن کرد به عنوان اون بکبون فضایی که اگه کمپانی ای آی هستی باید بیای روی این ویدیو و روی این جی پی های ما و الان شرکت های ماشین که مثل اتفاقی که برای دنیای موبایل افتاد مثل نوکیا بازی رو به اپل باخت نه به خاطر هاردویر به خاطر اینکه اپل اومد سافتویر تلفن درست کرد یعنی با دنیای نر ایتس دیگه حالا الان میگن که ای آی ایتینگ ولی خب ای آی سو استیل ایتینگ دی نرم افزار دنیا رو میخوره uh, و مثلا کمپانی مثل نوکیا که 90 درصد مارکت شیر تلفن های همراه رو داشت یهو بازی رو یه جا باخت به اپل چون اونا رو روی اپلت و جاوا اپلت, اپلت و اینا کار میکردن اینا این یهو اومد اصلا کل از یه دنیای دیگه اومد الان هم اتفاق برای دنیای ماشین افتاده که ماشین جز این چهار تا چرخ و نمیدونم در و صندلی و اینا هیچ دیگه چیز جز, جز نرم افزار و سافت که اصلا تسلا اوور دی ایر اپدیت میده یعنی اصلا یه آپدیت ماشین توم میره ماشین یواش میره حتی یه اتفاقی افتاده بود که مثل که حتی این مال همون اوایل تسلا که مثل که چون شاسیش یه مقداری پایینتر بود وقتی از روی این از روی این چیزا رد میشد دست اندازا رد میشد زیرش مثلا یه جایی میگرفت و سو شد و با یه سافت ور اپدیت ساسپنشن ماشین برده بالا <مت Hotel> یعنی که بخواد ریکال کنه همه برن تو کارخونه اینو عوض بکنه اتفاق افتاد لانگ استوری شورت فقط خواستم در تکمیل حرفت که ماشاءالله خودش یه یه <مت glow> جای جدید بود در تکمیل حرفت بگم که اتفاقی که افتاد این بود که الان همه کمپانی رفتن سمت نرم افزار و کمپانی هم مثل اپل و راحت باشه اگه میخواید پوزیشن تو درست کنی نه من سایل این دوربین افتاد یه رسن پام خورد آره آره حواسم هست اشکال نداره این الان آم... درسته مجدد آره آره عالی آره. نه خوبه اکی. بیا یکم وسط دار که آفرین خودم بیام آره. یا نه نه خوبه خوبه ردی اوکی آم... آره خلاصه این اتفاقی که افتاد اینه که الان کمپانی هم که دارن ماشین میسازن به خاطر اینکه بتونن کامپتیتیو بمونن و بتونن مزیت رقابتیشون رو دست همه رفتن سمت نرم افزار و برای اینکه بری سمت نرم افزار پشت بازی انویدیا است حالا اینی که گفتی الان دقیقا همین چیزی بود که سر ما هم اتفاق افتاد یعنی شرکتی که قبلا ساپلایر عمده همین قطعات ما هم به همین سیستم چون میدونید سیستم های خودکار خودران اینا سطح اتونومی دارن حالا بعد اسلایدش هم شیر بکنی اینا لول های اتونومیشون مثلا از صفر شروع میشه تا لول پنج اون چیزی که الان تقریبا میشه گفتش دنیا توش هست لول دوه لول دو یا لول سه هستش که عملا راننده هنوز باید این لوپ باشه و مسئولیت هم با راننده است خب این خیلی کامپیوتشن و پاور زیادی نمیخواست دوگنه زیادی نمیخواست خیلی سنسورهای عجیب غریبی نمیخواست رو هم دی اس هم قابل اجرا بود بعد شرکت های قطع ساز قدیمی که مثلا سی های خود رو میذاره مثل بوش کنتیننتال و اینا این عملا ساپلایر های قدیمش بودن و همین که شما بخواید لول اتونومی رو ببری بالاتر این نیاز داره که شما بتونی سنسورات بیشتر بکنی برای اینکه بتونی ویو 360 درجه از خود از دور خود رو داشته باشی رنج سنسورات بالاتر بره تعداد سنسورات رو باید ببری بالاتر تنوعشون باید بیشتر بشه چون هر کنون این سنسور های رو میتونن تشخیص بدن یه سری چیزها رو نمیتونن تشخیص بدن و این یعنی اینکه عملا شما یه کامپیوتشنر پاور بیشتری میخوای دیگه همون که گفتی یعنی جی لازمه و خب مارکت لیدر تو این حوزه خب انویدیا است و این باعث شد که عملا شرکت ما الان رو همین پروداکت جدید دلیل پارتنرشیپش هم همینه چون عملا پلتفرم اون داره حالا تو این قضیه سخت افزار حالا برای خود خود سازم خیلی مهمه تامین این پارتنرشیپ اصلا به خاطر همین قضیه اتفاق افتاد ام. ام. حالا این داتا هم اینطوری میشه واس کرد جنگ سر تایوان هم همینه دیگه چون تایوان بزرگترین چیپ الان حتی فاکس کان که تقریبا بزرگترین کمپانی که برای اپل و همه اینا تمام اون اسمبلی و اینا اونجا انجام میشه با انویدیا دارن تو تایوان یه ای آی فکتوری میزنن که چیپ تولید کنن و اصلا جنگی که سر آیا چین پارتی از تایوان پارتی از چینه و این جنگ تایوان و اینا و آمریکا اینا من پشت اینا که با همه چیپا اونجا هست یعنی تو تایوان رو بزنی تسلا رو زدی جک رو زدی همه رو زدی نه نه دقیقا همینه <applause> و همون که بهت گفتم یعنی عملا این بحث جی پی او و نمیدونم انویدیا و حتی نه فقط رو بحث مثلا فرض کن توی حوزه پردازش سنسورها و اینها رو بحث سیمولیشن هم همینطور یعنی الان چون همه اینا رو انویدیا حالا ما الان میگم پارتنرشیپه یعنی عملا دیگه یه سپلایر معمولی واسه ما نیستش ما عملا سافر رو داریم جوینتلی داریم دیو میکنیم باشون اه و اه خب تست این سیستما نیاز به شبیه خیلی خیلی متنوع داره و چالش اصلی هم واسه اینکه شما بتونید لول اتونومی رو ببری بالا تکنولوژیش نیستش اینه که شما بتونی عملا اچ ها رو نمیدونم همه این حالت های مختلفی که توی دنیا اتفاق میافتره رو بتونی اینا رو به وجود بیاری جنریت بکنی و تو محیط شبیه سازی اینا رو بتونی تستشون بکنی و برای اینکه بتونی ریزالت های خیلی واقعی تری بگیری تو دنیای شبیه توی دنیا شبیه سازی نیاز داری کوالیتی همین شبیه سازی هم خیلی بالاتر بره این یعنی چی؟ یعنی عملا حالا میرسیم به بحث گیم حتی اینکه شما عملا بعد محیط شبیه سازید کوالیتی اونقدر بالا داشته باشه اون محیط شبیه بعد بتونه کارکتریستیک متریال هایی که توش به کار رفته شده رو بعد کاملا اون پراپرتیز رو بعد داشته باشه که سنسور هایی که به صورت ویرچوال شبیه سازی میکنن بتونن عین اون چیزی که توی واقعیت اتفاق میفته رو ریپلیکیت بکنن فکر کنم با... نمونه باحالش هم مایکروسافت فلایت like دیگه عملا دنیای واقعی رو شبیه سازی کردن دیتا هم ریل تایمه یعنی تو اگه به عنوان خلبان باشی بخوای هواپیما برونی توی اون با... اسمش به با عنوان بازی نیست اصلا سیمولاتوره یعنی دیتا جالبه که با دیتای دنیای واقعی سینک یعنی اگه صبح اونجا هم صبح اگه داره بارون میاد توی منطقه و توی اون بازی هم داره بارون میاد اگه باد داره میاد یعنی رسما تو میری تو یوتیوب میزنی فلایت سیمولاتور که من ساعت ها میشم سه چهار ساعتی ویدیو نگاه میکنم یا اینجوری که صبح خواب پا شدن اینجوری که ما میخواییم بریم میخواییم بریم ژاپن الان تو ژاپن از تو گوگل مپ دیدارو چک میکنه میگه الان داره بارون میاد الان باد اینطوریه و همه چی هم اینطوریه یعنی اومدن مثلا حتی به خاطر که بتونن خلبانا رو توی اچ کیسا ترن بکنن اینه که حتی اگر هم واقعا مثلا خورشید داره توی این هوا توی این بارون به اب میتابه رنگش اینطوری میشه اینجا ممکنه چش خلبانو از این ور از این زاویه نورش بزنه دنیای واقعی و کره زمین رو کاملا شبیه سازی کردن ده ده دقیقا یعنی اصلا اون سیستم های شبیه سازی حالا بویژه توی همین دنیای خودرو یه مقدار پیچیده تر هم میشه چون حالا توی فضا که داری صحبت میکنی تعداد آبجکت ها و آیتم ها اینا مقدار کمتره روی جاده که شما داری میری کامپلکسیتی محیط خیلی بیشتر میشه و عملا شما نیاز داری به یه گیم انجین خیلی خیلی قوی برای اینکه بتونی اون شبیه سازی ها رو خیلی دقیقتر انجام بدی حالا توی حوزه و اتفاقا میخوام بگم بگم پلتفرم شبیه سازی که ما داریم روش کار میکنیم همون چیزیه که توی دنیای گیم هم ازش استفاده میکنن و انویدیا سرمایه گذاری خیلی خیلی شدیدی کرده روی این قضیه که این محیط ویرچوالش رو بتونه سیملس با تمام چیزای دیگه که داره عملا اینو اینتگریتش بکنه اه و اه بیش از بحث شبیه سازی خود یعنی تو همون بحث گیمین که بهت گفتم اینکه شما اصلا بتونی یک دنیای مجازی رو داشته باشی و تمام آیتم های توش واقعا حقیقی به نظر برسن اینو الان داریم اتفاقا خیلی به صورت شدید توش کار میکنیم که میگم وارد جی پی میشی بعد میبینی برای سه گذاری سیستم خود شبیه سازی لازم داری شبیه سازی خوب بخوای داشته باشی کوالیتی باید ببره بالا گیم تو باید پروف بکنی و انویدیا داره دقیقت تمام این داتا رو حالا به قول خودت به هم دیگه میکنی میبینی که این تمام دنیای ویرچوال رو هم انویدیا میخواد به نوعی روش تسلط داشته باشه حتی مثلا ما فرمت هایی که واسه سیمولیشن های رانندگی استفاده میکنیم اینا رو تغییر دادن به اون چیزی که عملا توی دنیای گیمینگ هم ازش استفاده میکنن خود اون 3D هایی که توشون استفاده میشه پراپرتی متریالشون این حرفا و خیلی هم مهمه دیگه برای بحث شبیه سازی برای اینکه بتونی تو عملا اون اچ کیس ها رو بخوای استخراج بکنی و بدونی که تو دنیای واقعی اگه این اتفاق افتاد حالا باید چیکار انجام بده ماشینه که حالا دقیقا این حوزه ای که من روش کار میکنم بحث شبیه سازی دقیقا حوزه تخصصی من میشه اون چیزی که توی شرکت کار میکنم به نوعی هم تو ایران وقتی این بحث رو شروع کردیم تخصص اصلی خود من حوزه شبیه سازی و سیمولیشنه که عملا باز برمیگرده با به با اون دوره دانشگاه یعنی ما تو دانشگاه هم که بودیم یه آزمایشگاهی که روش کار می... توش کار میکردیم آزمایشگاه ویچوال ریالیتی بود که حالا درایوینگ رو اینا میساختیم با بحثهای نمیدونم واقعیت افزوده کار میکردیم بحث واقعیت مجازی بود و اینا میگم خیلی دنیای پیچیده و به هم مرتبطیه یه یه تا یوز کیس بگی مثلا چیا رو سیمولیت میکردین اه، ببین اه، تو سیمولیشن مثلا فرض کن که شما یه محیط پیچیده شهری داری و سیستم اون خودرویی که داره توی اون محیط پیچیده شهری داره حرکت میکنه یک سیستم اتونوموس درایوینگی رو سافری رو دار و تو اون شبیه سازی که داری میکنی عملا اون محیط ترافیکی رو شما کاملا شبیه سازی میکنی فرض کن که یه آبر پیاده یهو بخواد به پر وسط جاده و میخوای ببینی خودرو بر اساس اون طراحی که اون سافرش انجام شده این میتونه کلیج نوایدنس بکنه یا نکنه یا همینطور میتونی مثلا با لایت کاندیشن بازی بکنی با کاندیشن بازی بکنی لین مارکینگ رو مثلا بخوای فید بکنی کوالیتی رو عوض بکنی ببینی سنسورات اینا رو تشخیص میدن یا نه تو دنیای چون لیول های شبیه سازی هم خب خیلی پیچیدگی داره این چیزی که الان من دارم بهت میگم پیور سیمولیشن یعنی مدل خودروت سیمولیشن مدل ترافیکیت سیمولیشن مدل رانندت سیمولیشن و سنسورهایی هم که حتی داری به صورت فیزیکال اینا رو تو محیط سیمولیشن طراحی کرده یعنی عملا همه چی رو از روی مثلا فرض کن جی پی او اطلاعات گرافیکی رو میخونه تشخیص میده پردازش تصویر انجام میده ورد مدلش موقعیت خودش رو پیدا میکنه الگوریتم های تصمیم گیری همه چی عملا ویچوال هستن و تو تو محیط شبیه سازی سناریوهای مختلفی رو پیاده سازی میکنی و ممکنه مثلا آبجکت ها با سرعت های مختلف با شرایط مختلف حرکت بکنن تو اون محیط و خب هر چقدر اینا رو بتونی به دنیا ریل نزدیک ترشون بکنی جوابایی که میگیری واقعی تره ولی خب چالش اینجاست که تو همه اینا نال... یعنی تو یه سری سناریوهایی رو دیزاین میکنی حالا باز من اینو میرسونمش به اون بحث جنراتیو ای, آی. تو به صورت به صورت متد ترادیشنال یه سیمولیشن انجینیر میشینه این یوز کیس ها رو استخراج میکنه مثلا فرض کن یه آبر پیاده با این سرعت در فلان پوزیشن میپره وسط خیابون و خود را هم با فلان سرعت حرکت میکنه اینا همشون به اساس اون ریکوایرمنت ها نوشته شده و یک فرد به صورت منوال میشینه این سناریو ها رو مینویسه حالا بسته به اینکه اون زبون سناریو نویسی چی باشه بعد بر اساس اینا میگیم ما نالج بیس سناریو یعنی عملا یه نالج شما داری راجع به یه سری از سناریو یوز کیس ها بعد میخوای اینو پیاده سازش بکنی ولی این تمام اتفاقایی که تو دنیا اتفاق میفته رو کاور نمیکنه و خیلی مهمه که شما عملا بتونی یه سری از سناریو ها رو به صورت خودکار و تی... به صورت بچ اینا رو جنریت بکنی مسیو اسکیل بتونی یه سری سناریو ایجاد بکنی که تمام سیچویشن هایی که تو دیدی یا ندیدی رو هم بتونه اینا رو شبیه سازی بکنه بدون دخالت دست و این چیزی که الان ما اخیرا داریم روش کار میکنیم که با جنریتیو ای آی بتونیم عملا شما سناریو هایی رو ایجاد بکنی که ممکنه به ذهن خود انسان هم نرسه سناریو های آرتیفیشیالی هستن ام. توسط ای آی جنرات شدن و نمیدونیم که عملا خود رو در اون شرایط چجوری رفتار میکنه یه سوال آره به خاطر اینکه این, این سوال خیلی سوال تیریکی هم هست جواب آخرش یه جورایی مشخصه ولی سوالیه که تو ذهن همه همیشه بوده و هست با توجه به اینکه تعداد یعنی این پروژه های مثلا سیمولیشن که انواع کیس های اچ کیس و اینا رو بخوای پیدا بکنی و اینا انقدر گنده و بزرگه که معمولا کار یک کمپانی نمیتونه باشه و معمولا از این پروژه هاست که the winner takes all یعنی یه کمپانی همه رو میبره صفر و یکیه مثل, مثل اپراتور ساختن مثلا دلیلی که فقط یه ویندوز هست و یه دونه مک او اینه که این کار انقدر کار گنده و بزرگیه که نمیشه یه استارتاپ بیاد الان مثلا یه مارکت شیری بگیره یا دلیلی که فقط الان اندروید هست و آی او اس که انقدر این کار بزرگیه و انقدر گنده, ب... گنده, و زمان بره که یه کمپانی نمیتونه بیاد مثلا بگیم حالا چند تا بازیگر دیگه هم هست حالا درسته مثلا لینوکس و این دارم داریم و اینا دیگه ولی دیگه یو دی حتی سام آلتمن که شروع کرده داره که و تو هند رفته بود داشتم اینترویوشو نگاه میکردم ازشون پرسیده بودن که آقا مثلا چند نفر میتونن بیان به جنگ اوپن ای آی و بشن رقیب اوپن ای آی که سامالتمن من گفت ببین شدنش که میتونین یعنی میتونی بری لنگویج مدل تو اینا رو ترین بکنی و بیاری اینجا ولی انقدر این هزینه ها و اسکیل این از یه گنده است که هیچ کدوم از کمپانی های کوچیک و بزرگ نمیتونن افورد کنن بیان یه همچین انفراستراکچر که ما الان دیگه روش وقت گذاشتیم این ساختیمو رو بسازن واسه بس همینه که مثلا یا گوگل یا مایکروسافت که خودش با اوپن یا گوگل بتونه بره به جنگش بنابراین این اینا بعضی, بعضی از کارها اینقدر اسکیلش گنده است که بخوای از اول با یه تیم کوچیک یا حالا نسبتا تا بزرگ بری به جنگش بعضی موقع اینجوری که فکر میکنی پروژه انجام نشه با توجه به اینکه این مثلا برای من الان الگوریتم اتونومس درایوینگ هم همین حکمو داره میدونی و تسلا هم خب مثلا ایلان ماسک هم یه فازی برداشت که ما ما زمانی که ما وقتی به چیزایی اعتقاد داریم به خاطر اینکه خلوص نیتمون رو نشون بدیم مثلا اومد اوپن او 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 این سافر اتونومس درایوینگ تسلا رو اوپن سورس کردن پس الان این متن بازه <تصفي> و تو به عنوان کسی که الان اونجا داری این کارو میتونی بکنی باید بری این سناریو رو بنویسی یا میتونی بری نگاه کنی اینا چیکار کردن یعنی شما میخواین دونه دونه بشین یوز کیس های خودتون رو درارین و سناریو نویس برین به اچ کیس هاتون وقتی اونا این کار رو انجام دادن این دوباره کاری نیست این به اصطلاح چرخو از اول اختراع کردن محسوب نمیشه <تص> دقیقا رو نکته خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردی حرفت کاملا درست الان شرکت ها چون یه بحث خیلی خیلی استراتژیکه و الان خیلی هم رقابت بحث سر اینکه ما اولین خودروی تولید انبوهی که واقعا فولی اتونوموس باشه مثلا اون لول پنج رو داشته باشه رو کی میخواد اینو به بازار معرفی بکنه و اینم دقیقا نیازمند دیتابیسی از تمام سناریوهای های کیسی هستش که تو دنیا اتفاق میفته و این, من این کلید اصلیه و بحث, بحث سنسور حل شده بحث تکنولوژی ها حل شده بحث عملا اون دیتابیسی از تمام این سناریوهایی که همه این چیزها رو داشته باشه اه من خودم پروداکت اونر دقیقا همین محصولم توی پوزیشنی که الان هستم اعتقاد خود من اینه که یه همچین دیتابیسی رو هیچ شرکتی نمیتونه خودش به تنهایی ایجاد بکنه اما چون استراتژی که کسی کلا الان یعنی حداقل از بین خود رو سازا اینا هیچ کدومشون نمیخوان که اینا رو شیر بکنه یعنی میگه آقا من خودم یه سری یوز خودم در میارم سناریوی خودم رو دارم سناریوی دیتابیس خودم رو دارم شرم نمیخوام بکنم چون آی پی, شه. ای پی شه دقیقا. حتی به ما ما ای آی بند داشتیم بابت اینکه آقا شما حتی اگه بخواید روی پلتفرم لارج لنگویج مدل یه شرکت دیگه ای کار کنیم مثل مثلا مثلا اوپن ای آی اینو برای ما محدودیت ایجاد کردن یعنی حتی حاضر نبودن که دیتا ها اونور آپلود بشه حالا حتی حتی اینکه مثلا ادعا بکنن که ما این استفاده نمی کنیم نمیکنیم. ولی به نظر من وقتی بحث اچ کیس میکنیم ما اینا این بعد کاوریج یوز کیس های مختلفش خیلی بالا بره و اینم بغیر از اینکه بخواد اوپن سورس بشه و همه بتونن توش کانتریبیوشن داشته باشن به نظر من تحقق پیدا نمیکنه یه سری شرکت ها رو من میدونم هایی رو شروع کردن که بخواین یه سری دیتابیس به نوع، به نوعی سناریو کاتالوگی ایجاد بکنن که اوپن سورس باشه و بقیه توش کانتریبیوت بکنن حالا ما هم یکی از ممبرای اون هستیم ولی هیچ وقت سناریو شافلود نمیکنیم اصلا در ممكن... تایید حرفت بگم الان اوپن ای آی که قرار بود اوپن سورس باشه ولی نیست ولی لامای فیسبوک هست و احتمال اینکه اوپن ای هم بره به سمت اوپن سورس کردن زیاده با اینکه شاید ادعا کنن خیلی آی پیشه ولی همین حرفی که زدی در تایید حرفت اینا به این نتیجه رسیدن که اصلا اگر اوپن سورس نباشه سرعت دیولپمنت و پیدا کردن چیزها خیلی یواش خواهد بود یعنی اینه که همه بیان سری روی پروژه اوپن سورس کار بکنن خیلی سریعتر به نجه میرسیم تا اینکه کی بخواد تیکه تیکه یه کاری بکنه نه دقیقا حرف درسته این حقیقتش رو بخوای من زمانی که کلا پادکستر تو رو شروع کردم گوش کردن همیشه تو ذهنم این بود که یه ایده استارتاپی خوب چی میتونه باشه و این دقیقا همون چیزیه که کلا تو ذهنم یه مدت خیلی طولانی این که همان شما یه دیتابیسی داشته باشی از سناریو ها اوپن سورس باشه و بتونی کانتریبیوشن پابلیک رو بگیری یعنی اه, یه نوعی یه, یه در حقیقت پالیسی دیتا دیتا میگیری. دقیقا اه, نه فقط ترنینگ اینکه اصلا اه, حالا بحث تریننگ دیتا باشه و اینکه که چجوری تو میتونی بقیه رو اینکوریج بکنی که بیان کانتریبیوشن داشته باشن تو این دیتا نه بذار حرفمو بذار درست کنم ترنینگ دیتا که خب هست بیرون ترنینگ دیتا ای که توسط هیومن تک شده باشه آفرین آفرین یعنی من دلم نمیخواد یه سری مثلا فرض کن تست انجینیر بفرستم مثلا بره ماشین سواشه بره یه سری سناریو جمع بکنه بیا من میخوام مثل گوگل هست که اطلاعات ترا... مثلا کن اطلاعات ترافیکی رو چجوری میگیره از پابلیک داره میگیره و متاسفانه این تکنولوژی که هنوز بخواد به یه صورتی باشه که چون برای اینکه بتونی شما این سناریوها رو از تمام خودروهایی که الان هستن بتونی کالکت بکنی سنسورهایی که برای یه همچین چیزی لازمه بیش از اون چیزی که شما یعنی یه خودروی تستی که بخواد این سناریوها رو جمع بکنه به صورت هوشمند تجهیزات خیلی خیلی گرون گرون قیمتی داره ما یه دونه ورک پروتوتایپی که, که میسازیم بتونه این کالکشن دیتا رو انجام بده در میلیون پوندی هزینش میشه و اینکه بتونی شما با یه سری سنسورهایی که مینیموم تعداد سنسوری که باشه و بتونی عملا اینو جنریتش بکنی این چالش اصلیه و اینکه اگه بخوای دستتو دراز بکنی به سمت مثلا فرض کن شرکت های خود رو سازی که او اونا کانتریبیوشن داشته باشن بیان دیتاشون روی دیتابیس تو بذارن این نوگوه کلا اصلا هیچ وقت به نظر من اتفاق نمیفته ایده جالبیه دارم فکر میکنم چون خیلی از یعنی یکی از بهترین آیدی هایی هم که وای کامبینیتور و خیلی از کمپانی ها دنبالشن این اصلا کلا دنیا دنبالشه اینه که تو بتونی یه اکونومی درست کنی برای همه آدما یه،, یه گیگ اکانومی درست کنی برای همه یکی دلیلی که کمپانی مثل اوبر ای بی بی فایور نمیدونم این پروجا درست شد این گیگ اکونومی که هر کی سر تایم خودش میتونه پلاگ کنه هر موقع نخواست پلاگ بکنه همین بود دیگه یعنی تو بتونی از فضای مرده از زمان مرده بتونی پول جنریت بکنی و حتی نیاز یه نفرم حل بکنی مثلا ایر بی مشکل نبود جا که هتل‌ها نمیتونن کامل کاور کنن و حل کرد اوبر نبود وصله نقدیه رو حل کرد الان یعنی دنبال خیلی از ب... یعنی حتی میگن the next billion dollar idea اون ایده که بتونه کمک کنه آدما بتونن پول درن یکیش میتونه همین باشه چون همه یه دوربین دستشونه دایه. همه یه گوشی دستشونه و اگه بتونن یه جوری این اطلاعات رو کپچر کنن انوتیتش بکنن و مثلا اچیس هم اتوماتیک مثلا درست بکنن اون وقت چیز جالبی میتونه در بیاد با حاله ولی یه اتفاق عجیبی هم داره میفته ها. خود سمالتمن هم میگم یه اوپنایا یه بیانیه نوشته بود که Uh, چون یه اتفاقی که داره میفته اینه که خود اوپن ای, آی داره یعنی همه رفتن روی اوپن ای, ای و اینا دیپندنسی ایجاد کردن رفتن رو اونا ریلای کردن پروژه رو با اون وردن بالا مثل پادکست قبلی که من با یک بچه ها داشتم که تو اوپن ای, آی بود میگم توی کاپی دات ای بود قبلا حالا نمیدونم راش به کپی ای داشت صحبت میگه یا راجبه جسپر داشت صحبت می‌کرد. یکی از این دو که پروداکت اینه همان خب و, و اینا قبل از اینکه اوپن ای خودش اون چت جی پی رو بده بیرون اینا داشتن از اوپن استفاده میکردن برای کپی رایتینگ و بلاگ نوشتن و اینا بعد وقتی خب چت جی پی تی اومد با خود منم میتونین کارو بکنی اونا ترکیدن امروز در حقیقت فکر کنم حالا امروز پابلیکلی ولی دیروز پریروز چت جی پی تی الان تو میتونی فایل پی دی اف آپلود بکنی و یه کار دیگه هم که میتونی بکنی که قبلا فقط بعد یه دونه پلاگین انتخاب میکردی نمیتونستی همزمان چند تا پلاگین انتخاب کنی یعنی باید میگفتی یا برو وب سرچ کن یا به زپیر وصل شو یا از این پلاگین استفاده کن دو تا انانسمنت داشت امروز یکیش این بود که میتونی فایل پی دی اف آپلود بکنی که من برم فایل پی دی اف رو بخونم و برات سامرایزش بکنم یه تو بپرسی و اینکه میتونی چند تا پلاگین هم انتخاب بکنی و نمیخوادم بهم بگه چیکار کن من خودم میرم میفهمم که کدوم پلاگین استفاده کنم بعد کلی الان کمپانی و استارتاپ و اینا اومده که کارشونه که اصلا پی دی اف آپلود کنی برات پی دی اف رو سامرایز کنه و از این کارا بکنه اوپن آی امروز اومد گفتش که دیگه من به من حد نره من خواهد خودم بزنم بتره کنم تو نه نه خیلی اتفاقا چیز خوب, خوب شد بهم گفتی من حقیقتا داشتم دیروز پیروزم یه چیزی داشتم امتحان میکردم خب این هایی که ما توسعه میدیم بر اساس یه استاندارد اوپن اونم بازم یه فرمت XML داره بعد خب این اسکیماشو میشناسه چت جی پی تی. بعد سعی میکردم بهش بگم که آقا من یه سناریو میخوام یعنی سعی میکردم دیسکرایب کنم سناریومو از طریق اون پرامتا یه سناریو میخوام که یه خود رو توی جاده مثلا فرض کن سلاینه باشه موتوروی باشه انهناش این باشه شرایط آب و هوایش این باشه یه آبر پیاده باشه سرعت ها این باشه و مثلا آبر پیاده فاصلش خودرو که بهش نزدیک میشه این جامپ میکنه وسط خیابون میتونی اینو واسه من تحت این فرمت جنریت بکنی با این اسکیما فرمت و جنریت میکنه خب از موقع عشق تو چشه یادم جمع میشه اصلا خیلی ببین یعنی انقدر آدم ذوق میکنه که باورت نمیشه و حتی برعکسش یعنی ریورتش هم قشن میتونی تو ریورسش هم انجام بدی بگه من این فایل سناریو رو بهت میدم برای من میتونی اینو هیومن یه یه انگلیش تکست اینو به صورت یه سناریو دیسکریپشنی که برای هیومن قابل خوندن باشه جنریت بکنی چون اینو واسه ما چالش ها ام. یعنی عملا شما بتونی مثلا یه فر... یه ف... در حقیقت ایجاد بکنی که سناریو دیسکریپشن به صورت کامنالایز بین مثلا فرض کن یه تیم صد نفره اینا همشون یه فایل سناریو رو بدی یه جوری اینو دیسکرایبش بکنن خب این شخص اتفاق نمیفته تو هر چقدر مثلا بهشون استراکچر بدی فرمت بهشون بدی این در نمیاد ولی خب شما عملا بهش یه فایل رو میدی میگی واسه من این سناریو رو بنویس و این کارم انجام میده حالا کوالیتی قاعدتا خیلی ایدال نیست الان ولی من خودم باز دنیا رو دقیق به اون سمت میبینم به جای اینکه یه نفر بشینه یه XML بنویسه و اینو یه فایل سیمولیشن ایجاد بکنه فایل سناریو ایجاد بکنه شروع کنه اینو توضیح دادن یعنی و خود لارج لنگویج مدل خودش اینو عملا استراکچرش بکنه خیلی کانسیستنت برای تو مثلا فرض کن یه شرکت اینترپرایز خب خیلی ولیو داره دیگه آره دقیقا تو چیزو میشناسی یعنی حتما باید بشناسی دیگه اندری کارپاتی که یا کارپاتی فکر کنم تلفظ درستشه که سنیور دایرکتور ای, ای تو تسلا بود یه پادکست خیلی باحال با لکس فریدمن داشت آه... و از این وجود سنسورا و این دیتا و این کامپیوتشن و اینا صحبت میکرد اتفاقا حالا رسیدیم بهش دوستم راجب موضوع موضوعم باید صحبت بکنم اه، حتما پیغتش نه خود اون شخص رو ولی ایدهاشون رو میدونم چیه یعنی عملا اعتقادشون بر اینه که شما با, یه دور با, خود همون دوربین و اینا هم عملا میتونید خیلی از چیزها رو تشخیص بدید که حرفش هم درسته تا زیادی ولی خب خیلی بستگی داره به اینکه شما چون این دیتا وجود داره حالا شما اینو چجوری پردازشش بکنی و اطلاعاتو بکشی بیرون خب خیلی مهمه یه, یه سری محدودیت ها وجود داره مثلا روی بحث سنسور اینا که حالا خیلی تکنیکال میشه واردش بخوایم آره من اصلا کلا یه مقداری طرز تفکر مثلا اینی که اصلا تسلا اومده شروع کرده این هیومنویدو ساخته یه رباتی شبیه آدم ساخته چون تو اگه بخوای ربات بسازی استایل انسان بودن و دست و پا داشتن و سر پا وایسادن بهترین فرم فاکتور نیست دیگه تو میتونی برای هر کاری بهترین فرم فاکتور رو بسازی یعنی اگه بخوای تو مثلا ظرف بخواد بشوری ب... میتونی قیافهش یه جور دیگه است تو اگه بخوای مثلا ماشین بسازی یه چیز کف چارچرخه یعنی تو برای هر کاری که میخوای بکنی بخوای دستگاه پیتزا ساز بشه قیافه شبیه آدم نیست اپتیمایز کنی واسه رو... خود اپلیکیشن خاص دیگه عملا آفرین اپتیمایز کنی برای همون کاری که قراره بکنه خب احتمالاً دیزاینش هم عوض میشه تو اگه ماشینت قرار باشه اتونامس باشه تو اگه ماشین قرار راننده نداشته باشه دیزاین ماشین عوض میشه میدونی چینش صندلی عوض میشه اینکه آدمو چهجوری بشینن قرار یه جای نباشه یه فرمون باشه همه رو به رو بشینن میدونی کاملا همه چی عوض میشه ولی یه حرف خیلی باحالی که زدم من خیلی ازشون یاد گرفتم این بود که آقا به هر حال این دنیایی که الان ما توشیم اینفراستراکچر رو زیر ساختش ما برای خودمون برای فرم فاکتور خودمون انسان ها ساختیم یعنی اگه میخوای ظرف بشوری سینکت برای یه انسان ساخته شده یه جایی که با ارتفاع داره رو کابینت اندازه قدت که تو بتونی ظرف بشوری و تو اگه بخوای یه رباتی درست کنی که تقریبا جنرالیست باشه بتونه خیلی از کارها رو بکنه بعد فرم انسان داشته باشه چون دنیا رو ما برای انسان ساختیم <applause> ماشینی که داره رانندگی میکنه اگه میخوای ماشین تا مس کنی این ماشین و این جاده ها و این زیر ساخت برای انسان ساخته شده انسان هم فقط داره از چشاش استفاده میکنه پس تو اگه بخوای بیای از لایدار و از یه سری سنسور دیگه اینا بخوای استفاده بکنیم. اتفاقا شاید به ضرر تموم شد. چون این اینفراستراکچر برای انسان ساخته شده و فقط هم با چشش داره کار میکنه و دوربینم سنسور ارزونیه بابت که بهت میده یعنی لایدار و مایدار و اینا شاید مثلا یه مقداری باز دیتا هایی بهت میدن ولی به اندازه اول سنسورهای گرونی هم هستن تکنولوژی ادوانسی هم دارن ولی اندازه یه دوربینی که میتونه چراغ راهنما رو ببینه سبز زرد قرمز برف ببینه رنگ ببینه فاصله ببینه دایمنشن ببینه و حتی تو میتونی صدا من دیدم فیسبوک هم یه بار تو پادکست حرف زدیم فیسبوک حتی از تصویر صدا میکشه بینون یعنی مثلا میتونه بفهمه که این قطاره صدای ریل قطار میتونه روش بذاره کاملا میتونه همه چی رو سیمولیت بکنه این یه موردش بود یه مورد دیگه اینطوری بود که تو وقتی داری یه خط تولید به اون بزرگی میسازی اگه بخوای این همه سنسور بذاری عملا داری برای کمپانیت دت درست میکنی یعنی حالا باید کاستر ساپورت لایدار حالا باید خط تولید لایدار حالا باید تیم انجینیرینگ لایدار یعنی تو اتفاقا اگه بتونی اینا رو دونه دونه حذف کنی اتفاقا مینیمال تر بکنی و خیلی سیمپلیفای تر بکنی خط تولید خیلی روونتر و اسموتری هم داری تا دا اینکه حالا یه چیزی خراب بشه همه وایس همه کل خط تولید علاف اون باشن بنابراین من خیلی از این صحبت اون یاد گرفتم به همه پیشنهاد می‌کنم اون پادکست رو حتما نگاه کنن حرفت <applause> کاملا درسته من فقط یه, یه نکته بهت بگم این درک انسان حالا یه مثال خیلی ساده شو بده کم از مثلا تو رانندگی میکنی چه سیچویشنی چه سناریوی رو به عنوان سناریوی خطرناک قلم داد میکنی یعنی تو فقط بحث پرسپش فقط... یعنی پرسپشن انسان فقط بحث ویژنش نیست تو از صدا از نمیدونم حتی از میمی که اون راننده ای که بغل تو داره سایت با داره رانندگی میکنه میتونی بفهمی این طرف مثلا یه فرم اگرسیو داره حواس پرت هست نیستش اه، اه، بحث نمیدونم اکسپریانس که تو از قبل داشتی نسبت به اون سیچویشنی که تو داری توش رانندگی میکنی پیش, بینی پیش بینی دقیقاً. خب. اه و دقیقا و, اینا همشون تاثیر میذاره در مجموع این که یک راننده ادراکش از محیطش چی باشه ولی وقتی راجع به خود رو داریم صبح این چی حرفی که تو زدی کاملا درسته در مورد خیلی به نظر من لانگ ترم موقعی که شما بتونی عملا تمام این اکسپریانس و تمام این در حقیقت ادراک همه اینا رو داشته باشی تو شرایط فعلی به دلیل اینکه این که اینا وجود نداره عملا اکسپرینس های قبلی وجود نداره تو الگوی ترافیکی اون منطقه خاصی رو که داره توش رانندگی میکنه رو این اینتنشن او اون طرف رو نمیتونی پریدیک بکنی بر اساس اون دقیقت اون میمیک صورتی که داره اون اکشنی که انجام میده انسان خب میتونه با همین اطلاعاتی که داره چه بحث مثلا فرض کن ویژنش باشه چه بحث های مثلا حسیش باشه یه پرسپشن دقیقی رو میگیره یعنی عملا میشه گفتش تصمیم گیری راننده در نهایت اسکیل بیسته نه نه صرفا نالج بیست در صورتی که شما وقتی راجع به یه خودروی خودران داره صحبت میکنی همه چی نالج بیسته و به دلیل اینکه اون اسکیل و اون اموشن و خیلی از اون رو نداره گپ خیلی از این چیزها رو در با اضافه کردن خیلی این سنسور رو سعی میکنن پر بکنن ولی به نظر من در لانگ ترم همین اتفاق میفته چون عملا به قول خودت انسان خب همین دوتا چشم داره با همین دوتا چشم میتونه سرعت نسبی رو تشخیص بده میتونه فاصله رو بفهمه و تو شب کار بکنه تو روز کار بکنه یعنی وقتی مثلا ما داریم میگیم دوربین ضعفش کجاست خب شب اونقدری که مثلا انسان ممکنه یه دوربین معمولی ممکنه دید داشته باشه دوربین ممکنه نتونه این کار بکنه یا اگه نور مستقیم خورشید بخوره مثلا به دوربین ممکنه به اصلا تکنولوژی های فعلی خیلی اون پرفرمنس بالا رو نداشته باشه و رادار مثلا میتونه حتی توی تاریکی مطلق موانع رو دیتک بکنه سرعت نسبی رو دیتک بکنه یا نایت ویژن داشته باشی همینطور یا لایدار همینطور یه سری از این گپ رو پر کردن دیگه با سفر از بیشتر ولی خب هر چه اینا رو بیشتر بکنی پارت بیشتر میاد توی مجموعه مینتیننسش نمیدونم سپلای چینش همه اینا دقیقت خیلی چالشش بیشتر میشه آنتروپی میره بالا دیگه این دقیقاً دقیقاً, دقیقا. دقیقا. اسلاید داشتی میخواستی به اون نشون بدی آره uh, من حالا uh, اگه اجازه بدی یه چند تا سوال من خودم تو داشتم بعد اون اسلاید رو چیز کنی چون من حقیقتش رو uh, خیلی وقتا راجع به uh, uh, این صحبت میکردی که با uh, کسی که باشون مصاحبه میکردی uh, تجربه روزانه اونا از نمیدونم اون سرمونی که دارن نمیدونم جلسات استنداپشون چجوریه و تو فضاهای کاریشون چه چیزی تجربه میکنن حالا من دلم خواست خودم یه مقدار راجعه به اینا بگم ببینم نظر خودت چجوریه شما تو شرکتتون هم چیکار میکنین اگه میخواه اول اسلایدار رو شیعه بکنیم یا نه حتما خب سوال اینه که چجوریه یا یه سوال اسپسیفیک تر داریم؟ آره نه ب... 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 امنا اینجوری بهت بگم مثلا فرض کن توی مجموعه ما حالا ما از همون طول که استفاده میکنیم مثل حالا تیمز و نمیدونم حالا بحث کار روزانه و اینا رو دارم میگم تیمز هستش نمیدونم برای بحث کلابوریشن و اینا مثلا از لوسید استفاده میکنیم شما. آره دقیقا و هست چیزای دیگه مثلا مثلا جیرا رو خب استفاده میکنیم خیلی خیلی زیاد و برای بحث کلابوریشن و اینا لوسید استفاده میکنیم که این خب اینتگریشن خوبی هم با جیرا داره برای بحث ریموت ورکینگ و اینا خب خیلی موثره نمیدونم لوسید رو اگه بشناسی یا نه اون لوسید سافر اون سافر یا چیزایی که برای چارت درست کردن و چون اه... یه سافر داریم که شبیه میروه میرو که میتونی باشه ولی بذارینم کدوم دوستی دو. همونه فکر میکنم درست داری میگه میرو رو هم فکر میکنم که همون کار دوستید که می دو می 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 میتونید آره دیگه یه اینفینت کم وسبت میده و یه تخت بار بوده بونده دقیقا دقیقا دقیقا, دقیقا. آره باش کار کرد اکانده ما, ما بیشتر حالا فیک جم و الان بچه های پروڈاک کلی فیک جم استفاده میکنن بقیه تیم ما خیلی میرو ما هر ستار استفاده میکنه یکی از جایی که خیلی پول اضافی میپاشیم اینه که سه تا سافر اینا استفاده میکنیم چون هر تیم یه پریفرنس داره بنا شما بحثای مثلا پلندینگ که انجام میدین برای فرض کن اسپرین پلندینگ و نمیدونم برای هر کیو بیارتون یه پلندینگی احتمالا شاید داشته باشین اینا چجوری کانتریبیوشن کل تیم هست اینا با همدیگه میان مثلا کالکتیولی روی مثلا فرض کن یا همچین بردی با هم کار میکنن پلندینگ انجام میدن ببین این موضوعی که داری میگی یه موضوعی که اصلا پرسیدید روزانه چطوره و دی تو چطوره این اتفاقی که الان تو مرحله که من تو زندگی من الان توش هستم یعنی چیزی که بیشترین فکر منو خیلی اشغال کرده مشغول کرده این بود که من اوایل که ما هممون علاقه من شدیم به این کار رو تو مثلا از ماشین شروع کردی وارد این بازی شدی ما ها مثلا از چه میدونم وبسایت مدرسه رو دیزاین کردیم و اوایل ما خیلی آبسس بودیم و هستم هم هنوز با ساخت خودمون یاد گرفتیم چجوری بسازیم میدونی و بعد از اینکه یه مقداری تو این قضیه میری جلوتر مرحله بعدیش اینه که دیگه تنها داری کار نمیکنی با تیم میخوای کار بکنی مم. و وقتی که تو آدم رو میاری تو ایکویژن دیگه تنها نیستی که بگی حالا من خودمم و یه چند تا سافر بلدم و اینو میتونم بسازم و اینا اون وقت کلا یکم استکت هم عوض میشه مثال قدیم که میخواستی مثلا وبسایت بسازی من حالا مثال میزنم چون قابل درک وبسایت ساختن و یه یعنی نفره تو ذهنت همه چیو داری ولی وقتی تیم میاد دیگه باید وایر فریم کنی و لو فیدلیتی بکنی و بری استیک هولدرها رو بیاری وسط و با همه کامیکیت بکنی و این داستانا مرحله که من تو زندگیم هستم و دارم روش کار میکنم و خیلی پیچیده است اینه که تو وقتی میخوای یه کمپانی بسازی همه فکر میکنن کمپانی ساختن و مثلا من هیچ وقت من, دل... من, دلیلی که با همه کمپانی ها عملا حال میکنم چه کارشون خوب باشه چه کارشون بد باشه چه پروداکتشون بد باشه چه خوب باشه آ... چه حالا کارشون مفید باشه کارشون مفید نباشه چه دوست باشن دوست نباشن من با همهشون حال میکنم آ... دلیلش اینه که یه کاری رو انجام دادن وقتی خودت میری توش میبینی خیلی سخته خیلی پیچیده است میدونی آ... دزدی هم کار سختی حتی یعنی مثلا اگه بخوام اونجوری بگم حتی بهت میدونی یعنی مثلا این فیلم ها رو که داری نگاه میکنی و اینا یارو مثلا دزدی منظرم نه که بری چاپ لیفتین کنی یا نشستی برنامه ریزی کردی یه بانک رو بزنی ساعتش رو تعیین کردی تیمت رو جمع کردی نمیدونم فلور پلان رو نگاه کردی نمیدونم همه این منظرمی که تو یه ذهن نیاز داری یه ذهن سیستم دیزاین داشته باشه و وقتی تو چند تا آدم میاری توی تیم اینکه این, این آدما چجوری با کار کنن You are building the team that builds the product. میدونی؟ یعنی پروژه من الان به مود نیست. پروژه من ساخت تیمیه که داره به مود رو میسازه. سو کار خیلی سختیه. ببین یعنی... من اصلا... For a lack of better word ریدم توش. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی کار بکنم. و اینی که تو داری میپرسی چی کار میکنی؟ من همه موددار رو انتخاب انتخاب کردیم. میدونی از تو از اجایل بگو تو از مدل شیپ هاپ بگو تو از کمبن بورد بگو تو از این بگو انواع سافرا آسانا بگو جیرا بگو بوت کمپ بگو بیس کمپ بگو اینو بگو اونو بگو آخه ببین این تو طول اسمش شو دیگه ابزار واسه اینکه آدما استفاده کنم من تجربه هم یعنی الان تقریبا هولش یازده 11, 11 12 سر دارم تو این حوزه کار میکنم تجربه من تو کار تیم ورک با آدما نشون میده که طرف اتیتیودش درست نباشه ام. تو بهترین طولم بهش بدی باید مثال دارم بهت میزنم من مثلا فرض کن جیرا داری خب قابلیتش قابلیتاش خیلی بالاست و اینا ترک میکنی خب هر روز مثلا طرف لاک بزنه یعنی تبدیل شدم به یه ریمایندر هر روز صبح قبل استنداپ فقط ریمایند ریمایند بکنم آقا کاری که انجام دادین دیروز رو لاگ بکنید بشین واسهشون مثلا پروسه بنویس نمیدونم دیفینیشن آف ریدی بذار واسهشون دیفینیشن آف دام بذار واسه نمیدونم هر کنون کاری که انجام میدی بعد بریفشون هم بکن و هر روزم ریمایند بکن طرف نمیخواد انجام بده <applause> یعنی سیات کبودت میکنه دیگه یعنی ما قبل از این همین بحثی هم که داشتیم الان من، یعنی شروع بشه پادکستمون داشتم با همون تیمان هم بحث میکردم آقا این کار انجام دادی من از این به بعد مجبورم تو کلندر یه پرس هولدر بذارم که آقا ده دقیقه بذار کارتو لاک بکن من نباید بیام چیس بکنم تو رو و من ببینم الان وضعیت این چیه نمیدونم الان کجا گیر کردی میرسه وسط اسپرین بعد یو ترنات میشه که او اوکی خب اینجا الان lack of communication بوده طرف کلا هیچی هم کامیکیت نکرده هیچی هم لاگ نکرده میرسه آخر اسپرینت آقا من ف... برداشتم از فلان چیز این بوده آفره. خب استند اپ رو داری واسه همین نمیدونم طول رو داری واسه همین جیرا رو داری واسه همین کار لوسید داری واسه کلابوریشن نمیدونم میدونی ماینست که خراب میشه ها دیگه اصلا تو بیا هر کاریش بکنی این درست نمیشه که حالا همین دق... دقیقا اصلا بحث همینه یعنی بعضی موقع من احساس میکنم بیشتر به جای اینکه از این طول و صافه رو اینو صحبت بکنیم واسه همین من هم حرفی که زدن از روزانه و روزمره صحبت کردن مثلا من یه حرفی که میزنم که احتمالاً اولا یه چیزی باید هیچ حرفی که الان ما تو این پادکست میزنیم یا من نظر شخصی رو بگم هر کدوم اینا مرحله داره یه چیزی ممکنه من الان تو استارتاپ من تو این اسکیل من کار میکنه یه کمپانی گنده نمیتونه بیاد بگه این حرفی که این سوال زد تو این کمپانی معلومه کار نمیکنه اصلا نکتهش اینه که تو همش تغییر شکل میدی یک مدل هیچ وقت برای تو هیچو کار نمیکنه تو آدمایی که هایر میکنی برای سال اول کمپانی اون آدما به در سال دوم کمپانیت نمیخورن من اگه با روش نکنن اگه با تغییر شکل ندن اگه با همون آدما باشم. بنابراین مثلا من توی استارتاپ خودم ما اتفاقا یه،, یه, من میگم من باید محسن و سیاوش رو دوباره بیارم پادکست پارتنرامو چون ما یه سینوس کوسینوسی یه, یه تقریبا یه بالا پایینی رفتیم از اینکه کورپریت شدیم فلت شدیم استارتاپ شدیم کورپریت شدیم فلت شدیم میدونی انقدر ما این تغییر رو دادیم و من اینجوری بودم که اگر قراره تو کمپانی استارتاپ تو این استیج definition of done برات بنویسن یعنی چی؟ یعنی تو project manager داری یعنی پراجکت منیجر اومده به اون individual contributorت به اون آیسید گفته که this is what I am expecting این م. این taskته و this is the expected outcome و اینم definition of دانشه این شرایطیه که این پروژه تموم شده اعلام میشه اگر اینا رو میت بکنه پس تا الان دو نفر آدم اینوالو شدن که دارن پروداکت رو میسازن بدون اینکه خیلی اینپوتی داشته باشن یه قراره چی بسازیم یک پراجکت منیجری رفته با رو صحبت کرده اونا گفتن چی میخوان پراجکت منیجر اومده تعریف کرده چیا باید باشه داره به یه نفر دیگه میگه چی بسازین کلا برای اینکه یه تسک الان بسازی چهار تا آدم توش اینوالو بودن که من حرف زدم استیکولدر رو آی سی, آی سی, آی سی او خود دوره و حالا با اونری که اصلا گفته من چی میخوام این اونجاست که تو یه تحویل میگیری. به خاطر اینکه سه چهار نفر آدمی که دی didn't give a shit about what they have to build they are involved بهترین حالت چیه بهترین که یه نفر بیاد تصمیم بگیره بیاد با تو حرف بزنه بیاد بگه بچه ها چی باید بسازیم خودش فیرو رو بگیره تا فرزاد بره بسازه بیاد خب این حرف فقط تو استارت البته کار میکنه هم نخواستم بگم چون مثلا میرسه اینترپرایز اصلا داستان فرق میکنه یعنی تو نمیتونی به خاطر اسکلی که داره همچین کار رو انجام بده یا من الان اینطوری شد دیگه بعد الان ما شروع کردیم بین من تا آیسیم چهار نفر فاصله افتاده بود م. و من داشتم میخواستم چی میخوام بعد چیزی که من میخواستم با چیزی که من تحویل میگرفتم خیلی متفاوت بود به خاطر اینکه از سه لایه ترجمه رد میشد و بعد بحث اینکه آقا اگر میخواستیم نمیدونم ددلاین رو میت بعد این کار رو و اگه میخواستیم اون کار رو کنیم باید این کار رو اینجوری که, برای من خودم آیسیم کار میکنم. ولی تیم تو باید خیلی فلت کنی و استیجش هم باید اینطوری باشه برای همین دلیلی که هم حرف اهل حرفمو زدم من من هنوز نرفتم تو اسکیل بعدی که مثلا من سطح کمپانی که دیگه مثلا باش 150 نفر بود تا <applause> تو یا توی اسکیلی که مثلا کمپانی بزرگ تونستم ببینم که اونم تاز لزوما منیج کردن اونم یه مقداری مثلا اون 150 نفرم تیم خیلی زیادیمون کال سنتر و سلز و اینا بود آه. الان مثلا اینجا تا 60 نفر ما رفتیم دلیلی که من اپریشیت میکنم کمپانی مثل متا و کمپانی بزرگ اینجوری که دادش من یه پرودی چیزی میخوام بسازم و هنوز نمیتونم باید, باید مستقیم با اون نفر مستقیم سوال چه جوری کمپانی هزار نفره دو هزار نفره میسازن که هر آدمی میتونه تیم خودش رو بسازه یعنی باید تو 5 تا آنترپرنور 5 تا فاوندر آنترپرنور باید باشین که هرکی کی بره فانکشن خودش رو بسازه یکی بره سلز بسازه یکی بره مارکتینگ بسازه یکی بره اپریشن بسازه و تو آدمای قول میخوای و آدمای قول رو نمیتونی تو استارتاپ پیدا بکنی عملا و الان این چالش شده برابری مثلا مال من الان و خیلی از سمت سافت و هارد و اینا رفتن بیشتر به سمت human سایکالوجی و تیم ساختن و اپریشن ساختن و هایراکی ساختن و از این داستان ها الان خیلی فلت دارم برگزار میکنم با مدل شیپ اپ که حالا یه بارم شاید با یکی از بچه های رو بیارم uh, دوتا از پروداکت لیدام رو بیارم راجع به روش رو صحبت کنیم خب بعد تو این مدل که میخواد آدم اجرا بکنه خیلی مهمه مثلا اون طرف بعد تو داری اون هایرارکی رو عبه میبری دیگه یعنی میخوای خودت ام. مستقیم چیز بکنی اینوالو بشی و این نیاز داره یه سری آدمایی که اسکیلاشون یه مدار وایتر باشه میدونی؟ ام. یعنی اینا رو نمیتونی پیدا کنی اینا بچه میشن که کمپانیت کار کردن سیف جابز بنده خدا بیامرزم همینو گفت دیگه یه سری آدما دی ارنت. میدونی یعنی انقدر باشون کار میکنی انقدر باشون یه میتونی یک نفر رو هایر کنی بگی من اعتقاد میکنم برین کارو بکنی یه نفر ها... از بچه ها که آیسی بودن و ما گرفتیم بعد از یه سال کانتریبیوت کردم به پروژه که داشت دست خودت من اعتماد کامل بهت دارم خودت هم پوش داری میکنی کالچر هم برای کمپانی مهمه شما دیگه الان برید یعنی من دیگه الان خودم مستقیم با آیسی سی کار نمیکنم ولی با دو تا پروداکت لیدام کار میکنم مثلا من،, من اصلا کلا تو ذهنم اینه که یعنی به جایی رسیدم که میگم اصلا مهم نیست برای من اسکیل گپ چقدره حالا به مال ما خب یه مداد شرکت های خیلی بزرگتر خیلی شاید نگران اون بحث تو لول های خیلی اسکواد های کوچیک که میری یا ترایبا که میری شاید خیلی براشون وست نمیدونم تایمی اون که برای شرکت استارتاپ مهم باشه نباشه میگم اسکیل گپ میشه فیلش کرد ولی ماینسته خراب باشه من اینو هیچ کارش من نفر دارم تو تیمم که علاوه اسکیل عالی کدزن خیلی عالی ام، یعنی ام، پایتون کار خیلی قویه رو بسته مطلب سی سی پلاس پلاس اسکیل داره ماینست خرابه بعد من باید با،, با این آدم انقدر باید کلنجا برم که یا مجبور میشم خودم انجامش بدم یا،, یا یه جوری یه کاری بکنم طرف کلا کلنگ مقدار مارژینالایز بکنم بذارمش کنار یعنی خصوصا وقتی مثلا میرسه به محیط که اینترنشنال هر کسی با یه فرهنگ متفاوت هر کسی با یه بکگراند متفاوت میاد مثلا توی تیم بعد پیپل منیجمنت کردن خیلی کار چالش برانگیزی میشه ام. یعنی عملا مثلا رولت اینه که پروداکت اونری ولی تو عملا بعد بیش از 50 درصدت رو بذاری فقط واسه اینکه کلنجا بری و ملت واسه اینکه به طرف بفهمونی آقا این این یعنی فقط ما اینجا نیستیم یه سری کار انجام بدیم اینکه چه جوری انجامش بدیم مهمه میدونی یعنی این تو بری مثلا اس مهمه دقیقا و میری میبینی مثلا طرف رفته کد زده بدون اینکه هیچ گایدلاینی رعایت بکنه بدون اینکه نمیدونم میری میبینی برنچ گرفته اصلا ترسبل نیستش توی جیرا تیکتاش اصلا هیچی به هیچی بعد تو تو دنیای خودش کار میکنه میدونی یعنی خیلی براش مهم نیست که آقا من دارم کلابرییت میکنم توی تیم برای دیدم اینا میدونی که همیشه مدیران کمپانی آدمایی هستن آره اینا اینا الان گفتی من اصلا تو ایران من بعد یه چیز دیگه بعدش میگم جالبه من تو ایران من, خودم قبل که بگی من خودم فکر کنم من فکر کنم هیتر زیاد دارم آدمایی که با من کار کردن من هم من همینم هم. نگران هم میکنه آره فقط خب. کافیه یه روزی بیا اگه خیلی هم دوست دارن بیام پادکست و گیت <تصفح> بیارن بیارم بالا کداشون نشون بدم <تصفح> <تصفح> من موقع که من تو ایران بودم یعنی این داستان از ایران بود تا همینجا هم هستا که من بهت میگم یعنی خیلی هم تفاوت نکرده مدیر پروژه که میشی یا حالا من که استاتاریم ولی مثلا فرض مدیر پروژه که میشی یه طرف فکر میکنه که آقا تو داری حال میکنی پول مدیریت پروژه داری میگیری نمیدونم سنیوری فلان و اینا بعد ما داریم کار شتا داریم ما انجام میدیم حمالی ما داریم میکنیم پست مقامش و پولش و حقوق بهترش مال توه بعد در عمل که میری میبینی من بعد تمام تیمو یعنی کلا یه جوری پروتکتشون بکنی از نمیدونم آنبلا کردنشون بابت چیزهای خیلی معمولی پیش و پا افتاده لاجستیک احمقانه تا نمیدونم کارهای تکنیکال کردنشون کار شت انجام دادن کار گل انجام دادن همه اینا رو باید انجام بدی تا یه فضای خیلی پیسفول خیلی راحتی و واسش ایجاد بکنی که این طرف بره با های تک ترین تول من تو ایران برای الان این بحث انویدیا رو که صحبت کردیم من با دور زدن تحریمات اون بردای انویدیا رو من آوردم ایران و اون اصلا تجربه من تو ایران و چی شد که باعث شد بتونم بیام یک شرکت اویم درجه بتونم شغل بگیرم و این همش بابت همون داستانا بود این همه کار انجام دادی کمیسیون معاملات برو نمیدونم بشیم توی جلسات هیئت مدیره چالش بکن با نمیدونم گرفتن بودجهش درگیری با مالی بازرگانی همه این کارا رو انجام بده برای خودم تو سنی بودم که خیلی پشنت بودم بابت اینکه چیز جدید یاد بگیرم ولی میدونستم اگه این کارا رو انجام ندم عملا اون طولر اون طوله اون تجهیزات رو اون رو نداریم که اصلا بخوایم باش کار بکنیم میذاری دست طرف که باش کار بکنه کار گلش تو انجام میدی لذتش اون طرف میبره فوشش هم من میخورم و سر و طرف همیشه هم بدهکاره طلبکار ازت میدونی یعنی طرف میگه که آقا من دارم تمام تایم مثلا چیزم گذاشتم تخصصم گذاشتم پروداکت رو تا بالا این مالکیتش اصلا مال منه این چرا داره میره تبلیغشو میکنه این چرا داره میره پرزنتشو میکنه این چرا داره بهره رو میکنه و, و کلا هم من همیشه توی مصاحبه هم که داشتیم واسه کار کردن واسه گرفتن نیرو همیشه با طرف تهی میکنم میگم ببین تو که میای اینجا فکر نکن که همش کار انجینیرینگ باید انجام بدی بدون که 50 درصد وقتی که باید بذاری باید کارهای ادمین و نمیدونم کار گلم باید انجام بدی یعنی اون گو اصله همه با همه میدونی باید هم بزنی با هم بخوری اینجوری نیستش که مثلا فقط گل کار دست تو باشه بیای مثلا اسکیلات رو ایمپروف بکنی تخصصت بره بالاتر بعد نمیدونم قسمت شیت کار که میرسه دست مدیر پروژه است و دست اون مدیر است و اینا بعد این باید بذاری به نظر من چون شفاهی گفتنم خب کار نمیکنه دیگه آدم مثلا دلیلش که ما داریم اینا رو میگیم که تجربه کردیم فشارش رو احساس کردیم و با حرف نمیشه مثلا من سر حالا میگم مثال ریحون رو دوباره میخوام بزنم سر ریحون خب مثلا ما زیر فشار بیه سفارش میرفتیم دیگه ام. مثلا یه اوردر میومد و اینا بعد بچه های بر که منو حلم نکن میخوام اینجا آروم بتونم کدمو رو بزنم این باگر رو فیکس بکنم در صورتی که من اینجوری بودم که پس قبول بزن ولی همتون از این به بعد باید روزی یه ساعت جواب تلفن های ساپورت هم بدیم که احساس داد مشتری رو اون پشت تلفن باید تو بشنوی که حواست نیست ما داریم اینجا فوش مشتری مش رو ابزورب میکنیم صدا چه در نمیاریم اون یه محیطی رو درست کنیم که شما بتونید بتونید تو آرامش بکنید. کار درستی هم هستا ولی آدما باید جاهاشون رو عوض کنن تا بتونن خودشون رو بزنن جای هم دیگه یعنی من تیمم که میومد میگفت یه ماه این قضیه طول میکشه فیکس کردنش من جوری که خب باشه یه ماه مگه طول نمیکشه بیا جواب این مشتری خود بده ببینم تو یه ماه دیگه راضیش کنی میبیش بهش بگو یه ماه دیگه بهت فیچر رو میدم بیا بهش بگو دیگه بیا میدونی ببینم چه جوری میتونی و به نظرم آدما هر از گاهی باید یه مقداری این بحث بحث کامیکیشن و احتمالاً به نظرم من اون آدمایی که تو این پوزیشنای حالا مدیریتی دارن قرار میگیرن باید یه مقداری دیتا رو تو کمپانی بچرخونن که این سیلوا باشه که آقا بیا چالنجای با چالنجای تیم مارکتینگ آشنا شو بیا با چالنجای تیم پروداکت آشنا شو تیم سلز تو بیا با تیم چ... سلز هم که سلز که همیشه اینجوری که اگر این فیچری که این خواسته رو میدادی من میفروختم پروداکت هم می اینجوری که داداش معلومه که هرچی مون بگی ما بعد بسازی میساختی میفروختی پس تو تو کارت نکه که چیزی که نداریمو بفروشی الان میدونیم و بعد یکم تیما رو به نظر من یه همکی کن. بزنیم هر از گری رو روتیت بکنی حداقل سنسی از این که بقیه تیما چه دارن رو بگیرن به نظر من راه حلش و این پادکست که بیایم حرف بزنیم بقیه تیم رو بقی بقیه تیم چه زجی دارم چه نه مطمئن باش که اصلا اگه یه روز اینا بتونن تحمل من اصلا شاید میمنم بعد یه روزم نمیتونم تحمل بکنم یعنی اخیرا بود من اتوان به تیمم میگفتم که حاضریم مثلا بیایم جامون عوض بکنیم اینو روتیشن بکنیم اصلا من واقعا یعنی خسته شده بودم یعنی دیگه اینقدر مثلا به چیز هیچ کس هم حاضر نیست اصلا میدونی یعنی توی کامفورت زونی نشستن طرف مثلا خب خیلی هم راحته دیگه قوره رو بزنه بعد علاقه هم نداشته باشه روتیت بکنه میدونی خیلی جالب حالا داری میگی مثلا من الان تیممون توی این استرکچر جدید ما با پی امون پراجیکت منجرامون خدافزی کردیم تیم فلات کردیم از بچه های انجینیر که همچنان هنزانن و کد میزنن ولی کردیمشون تیم لید یعنی ما دیگه پراجکت منیجر نداریم ولی تیم لید داریم چپتر هم داریم مثلا چپتر اند چپتر فرانت اند بعد اینجوری بودم که آقا فول اتانومی یعنی خودتون اصلا برید حقوقای بچه ها هم خودتون ببندین بونس خودتون بزن. اصلا همه چی یعنی کاملا فولی اتانومی دارین و همه چی دست خودتونه که هر چی میخوای برو به دیل برو. اصلا با من هم نمیخواد کانفرم بکنی تو اتوریتی داری که بری حقوق و بالا پایین کنی بری بتونی ببندی هر کاری بکنی خود بچه ها الان ارزگاهی که میام مثلا صبح میرم باشون استند اپ و صحبت میکنم یعنی من همیشه آخرش میگم که ولکام تو دی کلاب یعنی خود اون آدمایی که قبلا به تو قور میزدن این که این چه وضع شما اینجا که این چه کدی این زده یا این چقدر مثلا تو مخه یا اون چقدر مثلا حالا ما تیممون الان خیلی دیگه چیت شده آه. یعنی از رد شده از صافی دیگه همه بچه که اومدن خیلی بچه های گل بازی هم به اصطلاح موندن ولی قضیه اینه که خودشون یعنی وقتی خودش از اون پوزیشن میاد این ور میبینه اینجوری که یا اول فاز چقدر شیت شما دارید دیل میکنین یعنی تو فکر کنید کمپانی ران کردن پرو داشته که میگه حسن نیست واقعا همینه خوبیش اینه تو استارتاپ این فلکسیبیلیتی هستش تو انتر... انترپرایز اصلا آره. خ... سخت خیلی خیلی واقعا سخته یعنی با... با... من مثلا یه اسکوات دارم فرض کن مثلا همرده من چهار تا اسکوات دیگه هستش ما مثلا مجموعه میشیم یک ترایب بعد نمیدونم اینا خودشون زیر مجموعه سری گروه بزرگتر هستن خ... خیلی مثلا این تغییر دادنه و اینا خب خیلی کار سختریه و خیلی از اتوریتی هم دستت نیست دیگه با با میگم کلا اصلا تیم ورک کار کردن یه اتیتیود خاصی میخواد که اگه طرف نداشته باشه به نظر من اس... اسکیلی نیستش که بشه به دست آورد آره میفهم چی میگی برو رو, رو استایدات ببینیم چی داری برامون آره برگردیم رو همین اه... صحبتی که داشتیم توی سایپا گفتم این یکی از همون نمونه خودرویی بود که ما داشتیم پروژه های تحقیقاتی کار میکردیم یعنی عملا همزمان با اون پروژه که با و اینا داشتیم باست اینکه بحث اینکه نوع های سیستم و به دست پروژه هم ما داشتیم که داخلی انجام میدادیم بحث پروتوتایپ سازی بود چیزی که الان داریم میبینیم بورد محبود به بورد انویدیا Uh, بعد این سیستم رادار 77 گیگاهرتز که جلوی ماشین نصب کرده بودیم uh, بعد دیگه اون سیستم های بحث کامپیوتشنانشون و ECUی که برای همین سیستم خوزرانش بودش uh, توی صندوق اینجا میبینی حالا ریدار uh, PLC و نمیدونم پاور سپلای خب ببینم یه سوال با. مثلا چون, چون من, دیگه من فرض بر این میگیرم که همه چی آن پرمیست و آن دیوایس داره تو ماشین انجام میشه به خاطر اینکه تو ایران تو نمیتونی اینو آنلاین وصلش کنی ماشین در حال حرکتو پس یعنی همه شما باید وایس این دعوا رو کنین بعد برید دیتا رو از فلاپی بکشی بیرون نه ببین الان من به توضیح بدم که این کلا چیکار میکنه تو تو جای دیگه دنیا هم همین کار رو انجام میدن حالا به قیافه کوی که داغونه نگاه نکن کانسپت کلا همونه حالا ظاهره ز... خیلی جالب نیستش بین ت... اولا که من اینو بگم من تمام تجهیزاتی که الان روی ماشین میبینی نصب کرده بودیم ما خب وقتی تو ایران کار میکنی اولین تیمی هم هستش که داره روی این حوزا کار میکنه و اصلا کسی اصلا اون موقع نمیدونست سیستم های ایداس چیه سیستم های اتونوموس چیه من اولین کاری که میکردم میرفتم خب خیلی سرچ میکردم و یکی از جایی هم که سرچ میکردم که مطمئن شم هم ابزاری هم که داریم میگیریم درسته و اون چیزی که تو دنیا استفاده میشه جاب دیسکریپشن بود که واسه پوزیشن های معادل مثلا تو دنیا بودن چون مثلا طرف می اما من تخصص میخوام که با این سخت افزار خاص کار بکنه نمیدونم فلان نرم افزار رو بدونه فلان سیستم شبیه سازی رو بدونه اون واسه من یه بنچمارک بود یعنی میگشتم ببینم که چه چیزایی بین همه اینا مشترکه و اون عملا واسه من چیز بود گفتم با بس پرکتیس اینه که از این استفاده کنی چون خیلی این اطلاعات مثلا تو خارج از ایران باشی مثلا میگه من میخوام یه ورکشاپ داشته باشم فلان پروداکت رو بیام مثلا پرزنت بکنم اینجا تا بگی صد تا شرکت همجوری ردیف میشه که بیام واسه پروداکت پرزنت بکنم تو ایران خب چون این نبود تو حتی مثلا واسه اینکه بخری بعد طرف متقاعد میکردی جنس بفروشه به خاطر اینکه تو ایران بودی و خلاصه این تجهیزات یعنی همون چیزهایی که ما همین الانش هم داریم استفاده میکنیم یعنی حالا برده سایزش بزرگتر ادوانستره، خب این چیزی که الان داریم میبینید و اینجا مربوط به حدودا هفت سال پیشه که ما اینو ستاپ کرده بودیم ولی مورلس همین تجهیزات الان ما هم حتی داریم استفاده میکنیم بعد اینا تجهیزات پروتوتایپینگ یعنی شما در اون ابتدا که داری این کارا رو انجام میدی برای اینکه بتونی اون ایسیو پروداکشن رو داشته باشی قبلش باید یه سری تست انجام بدی سنسورات همه یه حالت مثلا با براکت های خیلی عجیب قریب مانت شده روی نمیدونم جلو پنجره خود رو دوربینه همینجوری آویزونه خیلی اصلا تارگت تو این محله این نیستش که مثلا این پکیجینگش و جانمایش پروتو تایپ. ب... تایپ آره و بعدن که بخواد مثلا اینا همشون جمع بشه میشه یه پک خیلی کوچیکی که یه سیوی خیلی کوچیکه که مشتری هم نمیبینتش اصلا کلا داخل خود خود رو و قرار نیستم اصلا کلا به جایی کانکت باشه این قضیه یعنی همه چی آن و همه چی هم آن پروسس میشه برای بحث های تشخیص اینا این پروژه که داریم میبینیم سیستم اتونومس امرجنسي بریکینگ بود که قرار بود که یعنی عملا با این راداری که وجود داره و دوربینی که روی خود رو نصبه و یه دونه لایداری که هستش پردازش تصویر و پردازش سیگنال انجام میده و عملا بهش میگیم دیتا فیوژن دیتا فیوژن کارش اینه که ادغام بکنه داده های مختلف و از سنسورهای های مختلف میاد چون هر کدوم این سنسورها یه چیزی رو میتونه تشخیص بده بهتر اون یکی نمیتونه تشخیص بده تو مجبوری که از هر کدوم این سنسورا اون چیزی که ریلایبل تره رو بگیری توی شرایط مختلف مثلا سنسور رادار تو تشخیص سرعت نسبی خیلی خیلی دقیقتر از دوربین کار میکنه اصلا سرعت نسبی رو اندازهگیری میکنه تخمین نمیزنه دستاری شما با دوربین مجبوری از دقیقت با اندازه گیری فاصله و اون مدت زمانی که طی میشه بین اون دوتا نقطه مختلف رو از سرعت رو تخمین بزنید ولی دوربین توی تشخیص نوع آبجکت خیلی بهتر عمل میکنه یعنی اینکه بخوای بفهمی مثلا فلان آبجکت الان یه آبر پیاده است یا خودرو دوربین خیلی بهترین کلاسیفیکشن رو انجام میده حالا این دیتا رو حتما باید از این سنسور رو بگیری خود ماشین وقتی عقربه داره نمیشه از خودش مستقیم دیتاش فیچه عقربه چی منظورته گاز مثلا... میدی سرعت ماشین رو نشون میده خب تو سرعت خودتو داری خب ولی سرعت ماشین جلویی رو نداری مثلا فرض کن آها, که آها, اوکی, تو این داره. سیستم آره بس تخمین زدنه آره ببین تو سرعت خودت که از سنسورهای خود ماشین میگیری یعنی اتفاقا یکی از چیزهایی که باز اینجا هستش ما دیتاشو کالک میکنیم سنسورهایی که خ... اطلاعاتی که خود خودرو داره مثلا فرض کن که تو میخوای فاصلت رو با خودروی جلویی اندازه گیری بکنی خب تو نیاز داری که سرعت نسبی رو اندازه گیری بکنی سرعت آه. نسبی یعنی اختلاف سرعت خودروی جلویی منهای سرعت خودرویی که الان خودت توش رانندگی میکنی. تو سرعت خودت رو داری ولی سرعت اون جلویی رو نداری ببین در واقع فکر بیر... نمی‌کنی مثلا اگه دوتا ماشین تسلا باشن این دیتا رو میتونم با هم یه کامیکیت بکنم به جایی که بخوام تخمین ای بزنم ای این این کار میشه به این میگن وی تو ایکس یعنی ویکل تو ایکس کامیکیشن یا وی تو وی هم با وی تو وی شروع شد بعد شد وی تو آی یعنی ویکل تو انفراستراکچر کامیکیشن بعد شد وی V2... تو این انقدر تعداد اینا زیاد شد که امه. یه ایکس تاش گذاشتن گفتن آقا وی تو ایکس و مجموعه همه اینا باز بهت میگم مثلا تو فرض کن یه سری سنسورهای آنبورد داری که داری ازشون استفاده میکنی برای یه کاری استفاده میشه بهت گفتم مثلا تو اطلاعات رادار رو با دوربین فیوز میکنی بعد سنسور اطلاعات V2X به تو یه چیزی باز دوباره اضافه میکنه ریپلیس نمیکنه اون چیزی که هستش تو دوباره دیتا های V2X رو هم فیوز میکنی چون وقتی مثلا تو میخوای یه سیستم فولی اتونومس داشته باشی که حالا من سویچ میکنم روی اسلاید اینا نمیدونم توی ادیت بعدن چیز این اوور میشه ببین این لول های که من راجع به صحبت کردم لول صفر از لول صفر شروع میشه که دقیقاً میشه مانیوال درایوینگ لول پنج میشه اون لول فولی اتونومس که عملا میتونی حالا اینجا به صورت پیکتوریال هم عکسش هستش براتر میشه فهمید اینا رو از کجا میاری یعنی مثلا از تسلا اومده این لول بندی ها مثلا شما از, از, از کجا رو دارین بنچ مارک میکنین لول بندی یه تعریف یه استاندارد جهانی داره SA J3016 خب این استاندارد جهانیشه ام، که توسط حالا این استاندارد استاندارد آمریکاییه یه استاندارد دیگه هم هستش که اون لول بندیش مثلا از یک تا شیشه خیلی فرقی نمیکنه یعنی عملاً کانسپت همینه ولی SAE خب خیلی معتبرتر و پاپیولارتر هستش و اون چیزی که مانیوال درایوینگه و شما همیشه داری راهندگی معمولی داری میکنی لول زیرو بهش میگن توی اون سطح شما یه, سا... یه سری از سیستم های هوشمند رو داریم مثل همین ترمز خودکار که توی شرایط خیلی خیلی خاص تریگر میشن و اونجا باعث میشن که بتونن کمک بکنن به راننده بعضی از سیستم های وارنینگ هم جز همین دست است مثلا دیدی توی آینه های بغل ماشین یه چراغایی روشن میشه وقتی بهشون نزدیک میشی به اونا میگن بلایند اسپات مانیتوری. یعنی سیستم های هوشدار معمولا جزو این گروه طبقه بندی میشن یا راننده اگه خوابش میاد بعد نمیدونم یه سیستم آلارم بده این سیستم های هوشدار دهنده رو بهشون میگن جزو همون لول صفر دسته بندی میشه لول یک اینه که شما عملا یا کنترل ارزی خودرو رو یا کنترل طولی خودرو رو سیستم خودکار انجام میده ولی با نظارت خود راننده یعنی راننده همیشه تو لوپ هستش مثال شما هم بگم این کنترل کروز کنترل تطبیقی هستش که شما فرمون گرفتی ماشین میزایی میذاری روی کروز کنترل خودکار و خودش هم سرعت رو تنظیم میکنه هم فاصله رو با خودروی جلویی. این جزو گروه یک دسته بندی میشه یا اینایی که مثلا تو از خط داری خارج میشی بعد یهو به تو وارنینگ میده بعد ماشین رو گردونه توی خط اینا هنوز جزه یعنی یا کنترل ارزی یا کنترل طولی لول سطح دوش میشه سطحی که هم کنترل ارزی خود رو یعنی فرمون و هم کنترل طولی خود رو یعنی با ترمز و گاز رو خود سیستم خودکار انجام میده ولی راننده همیشه باید دستش باز روی فرمون باشه و کنترل خودرو رو بتونه انجام بده که این یه حالت چیزی که الان تقریبا خودروها تو مارکت امن اون سطح اتونومی که تو داری میبینی بیشتر لول 2ه لیول uh, یه مقداری هم خطرناک هم زیاد هستن چون تو آخرش میخوای بری به سمت شل کردن آفرین یه 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 دیس داری به خاطر اینکه تو داری ریلای میکنی میگه خب من تو اتوبانم الان دیگه این داره بس من راهندگی میکنه دیگه دیدی مثلا یه سری فیلم ها در اومده یا روی بطری روی فرمون چیز میکنه چیز... چون که بگه دستش جن... آره چون از روی گشتاور فرمون تشخیص میده بعد اون فالت باعث شد که بیان ال... چون از میزان نیروی که وارد میشه فهمون اونو تشخیص میدن که راننده هنزانه یا هنزافه بعد این ابیوز انجام دادن یوزرها حالا برای خود ما هم اتفاق افتاد این بعد گفتن که آقا ما میایم کپاسیتیو سنسور میذاریم روی فرمون یعنی نتونن اینو گول بزنن بعد این الکتروکاندکتیویتی پوست رو هم اندازه گیری بکنیم که مطمئن شیم این دست انسانه داره اینو میگیره و راننده باید دستش دائما رو فرمون باشه و حالا طبقه قانون رگولیشنی وجود داره 79 که میگه بیش از ده ثانیه راننده نباید دستش از روی فرمون آف باشه اگه بیشتر از ده ثانیه بود شروع کن دوباره وارنینگ دادن و راننده دوباره باید دستش برگرده سطح صرف تا سطح دو هر اتفاقی که بیفته مسئولیتش کلا با راننده است اینو توی دفترچه های منوال خود خود رو هم میگن و خودروساز و نمیدونم قطع ساز و, قتل ساز و اینو هیچ مسئولیتی هم قبول نمیکنن ولی سطح سه که ذره اون حالت گری رو داره ما هم تو ترانزیشن توی حالت سه هستیم که تسلا هم توی همین حوزه است که یه مقدار یه سری از خودروسازا سعی میکنن محافظه کارانه تر باشن خیلی سری وارد سه نشن چون سه که وارد بشی عملا وقتی یه اتفاقی بیفته عملا راننده دیسنگیج دیگه یعنی اه فقط اه میتونه اه رانندگی رو بده به سیستم خودکار و درگیر ام... میشن آفرین وکیل از اینجا به بعد درگیر میشن چون حالا بعد سیستم اینو داشته باشی بتونی تشخیص بدی که آقا این فالت راننده بود الان اینو سیستم چون میتونه درخواست بکنه که آقا تیک اوور بکن و تو شرایطی که مثلا فرض کن سنسورها تشخیص ندن سیستم نتونه رانندگی بکنه نکته جالبی البته یعنی اینم کمپانی‌های ماشین سازی دارن عملا کلی بحث قانونی و اینا رو دارن میارن رو خودشون چون تا به الان که مشکل رو راننده بود دیدی که هر جا میری میگن مشکل تو بودی مشکل تو بودی مشکل تو بودی آفره. الان از اینجا به بعد خیلی یعنی بعید نیست شرکت های بیمه و نمیدونم گرون تر بشه به خاطر این چون تو تماما داری تمام این بار قضایی رو داری میبری رو شرکت چون دیگه تو هیچ کاری این وسط البته 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 خب فکر کنم ویژن هم به سمتی که تو دیگه ماشینم اون نکنی تو بتونی ماشین ماشین مال نتورک ای ماشینا به هم دیگه پاس داده بشن هره دیگه این بحث پول کار و اینا که به وجود میاد و تو بخوای شیر بکنی و اینا ماشین دا پول داری مثل ایر بی ماشین تو بده به نتورک بره به پول داره برات آره دقیقا و اتفاقا مثلا شما وقتی وارد این دقیقا این, این سطح سه میشی نه تنها باید ریلایبیلیتی خود سیستمت بره بالاتر که بتونه خب به با حال سطح بالاتری از اتونومی رو هندل بکنه باید مکانیزمایی رو هم داشته باشی که بتونی با حالا در نظر گرفتن اون بحثای نمیدونم حریم شخصی و اینجور حرفا بتونی این قدرت رو داشته باشی تشخیص بدی که اگه اتفاقی افتاد دیتای لازم داشته باشی برای اینکه پروف بکنی که این تقصیر راننده بود یا تقصیر فیلیر سیستم من بوده که این اتفاق افتاده یعنی عملا فقط بحث های تکنولوژی های خود را نیستش بحث اینکه حتی تشخیص بتونی بدی که آقا اون مقصر تصادف اگه اتفاق افتاد کی بوده که اینجا عملا چیزی ترانزیشنی که الان دنیا توش داره اتفاق میفته از سطح دو بسه اون چیزایی که شما تو سنفرانسیسکو اینا میبینی که دارن پایلات انجام میدن چون آمریکا تو این حوزه خیلی پردل و جورعتره. یعنی اجازه خیلی قوانین دست توی علت های مختلف دست رو باز میذاره که شما بتونی یه سری تستای پایلوت انجام بدی خب قانون دستش باز مثلا تو انگلیس خب خیلی محدودیت وجود داره بابت این قضیه حتما شما مثلا باید تستا رو توی این منطقه خاصی انجام بدی جایی که کنترل شده است ولی اینکه شما بری صندلی عقب بشینی فکر کنم تو این پادک... تو این سان فرانسیسکو رفته بودی تو استوریات من دیدم که یه از تاکسی رفتم آره. آفرین آره خب اون ساعت پنجه ولی خب یا, یا به نوعی میشه گفتش که تو ترانزیشن بین چهار و پنج هستن و معمولا هم توی اون حوزه ها که بخوای بری مشتریاشون عمدتا تاکسی ها هستن یا حمل و نقل عمومی هستن که بیشتر اون چیز بکنن چون یوز کیس ها بیشتر اون سمته یعنی من در آینده, ده... آینده مدلی رو یعنی مدلی که ایلان ماسک فکر کنم اعلام کرد دست پلان تو میتونی پنج تا ماشین بخری بدی بره برات کار کنه یعنی تو بری از شرکت ماشین بخری بدی به نتورک نتورک به چرخونه تو از تو هم یه استودیو از اینوستمنت رو ماشین در مثل خونه خریدن که میدی اجاره آره دیگه دقیقاً عملاً شما داری خدمات حمل و نقل رو دیگه اجاره میدی میدونی می چی میگم یعنی یه همچین حالتی اتفاق میفته سرمایه می یه جور انگار یه مدل جدید آی پیو شدنه برای شرکت ماشین سازی واقعا همینطوره و, و میخوام بگم که درایور اصلی در حال حاضر سیستم های حمل و نقل عمومیانا ولی یوز کیس هایی که مثلا این بخواد به هر چقدر تکنولوژی ادوانس میشه قیمت ها هم به حال میاد پایین تر دیگه یعنی به مرور زمان الان شاید مثلا گرفتن خود روی تسلا گرون باشه ولی هر چقدر تکنولوژی میره جورتر زمان میره جورتر همین تکنولوژی که الان داریم استفاده میکنی رو سه سال دیگه با نصف قیمت یا حتی کمتر تو میتونی خود روی کلاس پایین تر هم داشته باشی و اون موقع مثلا یوز کیس ها فقط بحث حمل و نقل عمومی نیستش و پاپیولارتر هم خواهد شد خلاصه اون چیزی که من دیدم همه هی بحث میکنن نمیدونم الان تسلا خود روی خودکار داره چون خیلی شرکت اصلا یه مدت خیلی مود شده بود هر کسی یه پروتوتایپ ویکل داشتش همه هم ادام میکنن که آقا من خود روی الان رو درست کردم شرکت های قبلی هم که حالا ما باشون کار میکردیم من تو ساپلایر قبلی بود توی شرکت ساپلایر بودم قبل از جلا همین بود یعنی هی تبلیغ های مختلف رو نمای های مختلف خب میگم ایلا من... واقعا ولی میگفت دیزاینش خیلی کار پیچیده ای نیست حالا اگه مردی اونو ببر توی اسکیل اینکه که بتونی به کل آمریکا و کل صادر کنی و اینه نمیتونی اون کارخونه رو نمیتونی بسازی ماشین رو میتونی بسازی کارخونه رو نمیتونی بسازی و, و ریلایبلیتی من اون چیزی که هم میگم خیلی میبینی این تست ویدیو ویدیوهای خیلی کوچیک میاد که مثلا تسلا فیلیری داشته ام. یه گاری رو مثلا تشخیص نداده نمیدونم رفته توش یا نمیدونم یه آبجکتی و رندوم اومده و سر اینا همون ایچ که خیلی از خودوساز ها روش یعنی میگن که من این ایچ هم باید حتما در بیاد و این به نظر من خودش یه برگیر با اینکه شما بتونید تکنولوژی رو ببری جلو میدونی تا تسلا حالا کاری که انجام میده و خیلی جالبه من باز بگم تو وقتی که تکنولوژی تو بردی بالاتر و تونستی روی یه خودروی با میتونم بگم نسبتا افوردبل خودروی رو بدی دست یه تعداد خیلی زیادی آدم که این سنسورهای روش خودشون قابلیت این رو دارن که هم کار اتونومس درایوینگ رو انجام بدن و هم دیتا کالکشن انجام بدن برای ایمپروومنت خودشون توی استیجای بعدی یعنی همانا شما داری اون یوزر بیس تو زیاد میکنی اون کاوریج معبود به همون دیتایی که داری کالکش میکنی رو از طریق فروش همون محصولت داری ارتقاش میده یعنی اون دیتابیس سر خود مشتریات دارن اتفاقا اونا دارن غنی ترش میکنن چه هر چقدر تو خودروی تو بیشتر توضیح بشه تو جاهای مختلف دنیا بره اچ های مختلف استخراج بکنه تو همون دیتا ها رو میتونی استفاده کنی برای ایمپروومنت در صورتی که مثلا تو سطح های یک و دو اینا اصلا همچین قابلیت های وجود نداره که تو بتونی آنبورد اون دیتا رو بتونی کالکت بکنی و برای برای خود رایی رو میگم که به صورت پروداکشن دست مردم ها میتونه همونجا دیتک بکنه میتونه تشخیص بده میتونه راهندگی ها رو انجام بده ولی قابلیت اینو نداره که بتونه اون دیتا رو ذخیره بکنه و برای ترنینگ خود هم الگوریتم هم استفاده بکنه چون اصلا معمولا تو همین ساعت دو پردازش عمدتا روی دی پیه. این ساعت سه به بالا حالا یه چیزی هم جدید به وجود اومده تو پلاس این ترانزیشنه یه ذره سخت شده میگن ما پارشال هنزاف میتونیم ساپورت بکنیم از اینجا به بعد که شما عملا جی پیو میخوای عملا از اینجا به بعد شما لایدار حتما لازم داری فعلاً با تکنولوژی فعلا فعلی حالا حتما که میگم تسلا مثلا این کارو نکرده ولی خب لوکالیزیشن میخوای اچ مپ میخوای اینتگریشنو رو با اینفراستراکچر رو میخوای به لول پنج که میرسه شما عملا باید فولی کانکتد باشی با زیر حمل و یعنی اون بحث وی تو آیی که من بهت گفتم حتما تو لول پنج باید باشه این, این صحبت رو من کردم برگردم روی خود همون اسلاید چیز کاری که ما داشتیم انجام میدادیم عملا یه سطح یکی از اتونومی بود یعنی توی شرایط خاصی میتونه سیستم امرجنسی ترمز وقتی یه مانعی بهش نزدیک میشی و اون خطر تصادف وجود داره تو جلوگیری بکنه از ترمز و قاعدتا از همون چالش هایی که تو داشتی ما توی همین دنیای خود رو هم داشتیم میریم مثلا یه کاری انجام بدیم میگه من رو دارم پردازشگرمو دارم الگوریتم پردازش هم هستش همه چی انجام میشه ترمزم ترمز چی کارش باید بکنه اصلا الکترونیکی نیستش که من بتونم اینو اکتیو بکنم م. میری سراغ اینکه که اینفراستراکچر رو باید درست بکنی یعنی تو میای مثلا عملا خب این دیه... ماشین هم نباید وست کنی به نظر من, خو... کار... کاری ببینیم مثلا این, این چ... پروژه که ما الان داشت اه... انجام دادیم پنجرهش امانه... از این تندلی ها نیست <تصفح> ده... ما اون موقع که این پروژه رو شروع کردیم اون پروژه شا... شا... شاهین که الان موقع با کد اس پی پلتفرمش چیز بود در حال طراحی بود اون قرار بود ترمزش ترمزی باشه که قابلیت کنترل از طریق دقیقت کامند الکترونیکی رو داشته یعنی اکچویتور داشته باشه اکچویتورش قابلیت کنترل داشته باشه برای خب چون اون نبود ما مجبور بودیم پروتوتایپمون رو روی یه ماشینی شروع بکنیم و برای بحث دیتا کالکشن و اینا شما نیاز به مثلا کامند ترمز نداریم ما یه فازی از پروژه رو عملا رو همین خود رو بردیم و سیستم ترمزش هم به صورت پروتوتایپ تونستیم الکترونیکیش بکنیم که حالا دنبال این بودیم که پلتفرم برق الکتریکالش رو کریوور بکنیم روی همون خودرو شاهین که میگم به نظر من اصلا خود خودش خیلی الان تمام ادمایی که روی همین پروژه کار میکردن هر کدومشون یه جای دنیا منم که خب اینجا هم دیگه الان خلاصه کل <تصفح> <تصفح> اون دپارتمان الان من بهت بگم کلش مونه البته بهتره یعنی میخوام بگم که وای چقدر قمنگیز و اینا این یه ام هم بهتر نه آره این بحثی که من دیدم تو همه پادکست هم هستش بب... بس دیگه دل سوزوندن دیگه آره, آره آره واقعا بعد یه چیز دیگه من حالا یه نقطه اشتراک بین خودم و خودت میبینم اینه که عمدتا آدمایی که معمولا مسیر مهاجرت توی بین جوون و تو ایران از طریق معمولا لیسانس تو بریم مثلا یه دانشگاه خوب بخونی بعد نمیدونم بری فوق لیسانس مقاله بدی انقدر مقالات مثلا این پکتش بالا باشه یه دانشگاه واسه دکترا اپلای بکنی فاند بگیری بعد بری یه کشور مهاجرت بکنی این حالتیه که شما عملا با کمترین سرمایه گذاری بتونید یه مهاجرتی انجام بدی به کشور بهتر و شرط بهتر داشته باشی کم پیش میاد که خیلی بعضی از آدما تجربه یعنی به صورت کاری مهاجرت بکنن و تجربه کار کردن تو ایران داشته باشن و با پوست و سخونشون هم این چالش ها رو درک کرده باشن که چه پوستی از آدم کنده میشه برای اینکه یه کار هایتکی رو میخواد تو ایران انجام بده مجبوره که بکفورد بکنه هی hey, بره زیر ساخت درست بکنه من بابت این پروژه رفتم بهت بگم تا سیستم فهمون برقی تا سیستم توموز برقی مجبور شدم وارد همه اینا بشم تو با سراخ رو پر اول به خدا <applause> یعنی من واسه این من بهت میگم مثلا کار گل زیاد انجام دادم چون من هدفم این بود که آقا من میخوام اینو انجامش بدم اصلا برای من مهم نیستش تو بگو تو هر جاش خرابه من میرم اینو فیکس میکنم من حالا عکسش اینجا نیست شده مثلا من بیل گرفتم مثلا توی همون مرکز دقیقات برف پارو میکردم که ماشین از توی برفا در بیارم بیرون واسه تستی که میخوام تو انجام صف بتونی انجام بدید. به خدا یعنی من واسه تک تک این چیزا که داری میبینی اینجا من لپتاپ داشتن توی یه شرکت داخل یه شرکتی مثل مثلا خودسازی ها یه چیز لاکچریه تو مثلا من دیدم تو پادکستات با بچه که اصلا راجع به این صحبت میکنین که آقا من مثلا سیستم مکم و الان باید واسه تیمم به روز بکنم بعد یه چند مدت اینکه اصلا شما از روی دسکتاپ بخوای سویش بکنی آقا من لپتاپ نیاز دارم ام. که به نتورک شرکت وصل نباشه کار دیولپمنت میخوام انجام بدم تو تو یعنی تو ببین من تا ها رفتم ها یعنی واسه تک تک اینا خونه دلا خوردم من بعد تو همه اینا رو مثلا بذارید ایران الان من مطمئنم که هیچ کس نه استفاده میکنه ازش نه به جای رسل کل دپارتمانم که منحل شده بعد ولش بکنی بره میدونی دل سوزی هم من نمیدونم آدم چی بگه <تصفح> <تصفح> اوش باید بذاریم گذاشتم آره. که رو گذاشتم دیگه آره دیگه <تصفح> خلاصه آره این, این, یه بخش از داستان بود بعد حالا آره من همجوری ممکنه آره این عکس حقیقتش هم بچگی هم بود که این خودم هم این هم بابام بود بعد اون موقع که اومدم اینجا خیلی برام جالب بود یعنی مثلا تو از بچ... نمیگم مثلا بچگی من با... پلن کرده بودم از این سن که میخواستم مثلا تو اینجا باشم در حال خیلی از چیزم کنار همدیگه اتفاق افتاد نه اولش اتفاقا از یه شرکت آلمانی برای یه پروژه توی بی من چیز گرفتم ادمیشن گرفتم اه... یعنی جاب گرفتم و اه... قرارداد امضا کردیم و اینا اه... به من مثلا یه فرصت سه ماهه دادن که برای اینکه اه... مثلا بحث ویزا اینا رو بتونم هندلش بکنم آقا کار سختو که گرفتن جابه بود انجام دادیم اه... نمیدونستم که واقعا برای گرفتن وقت از سفارت آلمان برای اینکه فقط بتونم وقت بگیرم من بعد دوازده ما منتظر میموندم فقط برای اینکه وقت بتونم بگیرم و این شرکت مثلا شروع کرد نامه نگاری کردن و اینا گفت شما تا سه ماه بیشتر نمیتونیم چیز کنیم هر اقعی اینا یه جواب بدن که ام. کی میشه تایمت تا ما مثلا ما بتونیم یه قانونی یه... هم ولی گذاشتن که اصلا شرکت با... دقیقاً, دقیقا اون موقع <applause> آره دقیقا این همون تایم بود یعنی من انقدر من سفارت مراجعه کردم و نمیدونم اون شرکت همین میزه گفت ما قانون رو داریم عوض میکنیم که این صف ویزای کاری رو از صف ویزای دیگه جداشون بکنیم و یه ای پرایوریتی ایجاد بکنیم و دقیقا اون همون بازه بود که این هنوز قانون اجرایی نشده بود و مثلا توی پروسه تاییدیه بود و اینا خلاصه از اون وقت که ما چیز شدیم رونده شدیم تمینت کردیم و اپلای کردم شرکت ایویل و به مدت مثلا میشه گفت یک ماه بعد از اون یه جاب آفر دیگه گرفتن از شرکت ای برای پروژه توی جگوار لند خب ای یه شرکت اونا که بدونن تو حوزه خودسازی بزرگترین شرکت خدمات مهندسی خودرو توی دنیاست و بیسش هم اتریشیه و من سه برنچ انگلیس اپلای کرده بودم که رفتم اونجا و گرفتن مثلا جاب آفر خودش کار چالش خیلی خیلی چالش داشت و Uh, حتی همون کانک شدن حالا اون موقع مثلا میخواستی تماس برقرار بکنی و این هم خودش داستان بود کلای uh, که حالا خواستی من راجع به بحثه نمیدونم که چجوری این اتفاق افتاد و نمیدونم بحث ماجرت کاری و گرفتن ویزای کاری و این هم میتونم بیشتر سابقه نوات یه دیگه دیگه آره. دو ساعت میزنیم بالا <تصفح> آره دیگه از به خدمتت که دیگه وقتی اومدم همون شرکت هم این پروژه یکی از سیمولاتورهای شبیه سازایی که مثلا صحبتش کردم که یه پروژه فاندت بود با UK Government به اسم سوی که من با مدیر این پروژه بودم در این سیستمی که داریم میبینیم مثلا خودرو رو توی فضای بسته استاتیک هستش ولی امنه تمام اکچویتور ها و سنسور ها اینا کار میکنه و شما یه محیط دیجیتال توین از اون محیط واقعی رو شبیه سازی میکنید توی آه. همین پرده 360 که الان داریم میبینیم حالا اینا لینک های ویدیوش هست یه ویدیو تبلیغاتی هست توش نشون میده چیکار کردن خودم توضیح میدم روش نمیدونم رادارایی که این جلو هستش نگاه کنی آنتنایی که این جلو چرا ویدیو چرا ویدیو عطف کنم سمت چرا ویدیو ویدیو های عطف نمیکسنس میکنید میخواستم بگم میتونستم واقعا ویدیو ریکورد شده باشه که هست بعضیاش. هاش ویدیو وقتی ریکوردت باشه این این خود رو که الان داری میبینی تو این قرار سناری های مختلفی رو. یعنی شما وقتی ویدیو رو ریکورد میکنی دیگه آفلاینه خب شما همون سناریو رو فقط میتونی ریپلیکیت بکنی ولی اگه بخوای شما فرمون بدی و تو اون محیط چیز بکنی عملا شبیه یه گیم گیم سیمولیشن دا دا داشتم فکر میکردم که یه یه چیت کد توشه دیگه کانترست درخت و اینا بالاست مثلا یعنی دیگه میتونی قشنگ تفاوتش رو بفهمی در که شاید تو دنیای واقعی مثلا حتی برای چش انسان هم سخته بعضی چیزها رو دیدن دقیقا و،, و, این چیزی که الان مثلا تو داری میبینی حالا این پروژه که ما قبلا داشتیم ولی مثلا ما عبود به افزار شبیه سازی دیگه است که لو،, لو فیدلیتیه نگاه کنی خب معلوم همه چی شبیه انیمیشن میمونه ولی اون چیزی که الان با این کار میکنیم کلا تفاوت واقعی و مجازی رو خیلی سخت بتونی روی گرافیک تشخیص بدی در این حد پاورفوله دیگه باز این یکی از مثلا خوجرایی که الان باز روش کار کرده بودیم همینه مثلا این رادارای که جلوش لیدارای که لایدارای که دوربرش هست سیستمای اولتراسونیکی که نصب کردیم نگاه بکنی با همون ماشین خودمونم هم مقایسه بکنی اون کویکی که اولش بد نشون داده بودم و نگاه کنی دوباره همین داستانه همین تجهیزات هست همین ویدیو درایو کیت هستش چون بحث پروتوتایپ سازی اولیه است بعد دیگه اینم باز مثلا یه مدل دیگه سیمولاتوری که باز من مدیر پروژهش بودم بهش میگفتیم درایوینگ کیوب به جای که خود رو استاتیک استاتیک باشه روی یه سری به میگن چسیس دینامومیتر شبیه مثلا ترد میل خود رو مثلا فرض بکن که خود رو میتونه استاتیک چرخاش هم استاتیک بادیش ولی چرخاش روتیت میکنه و میتونی فهمونم بدی بعد ولی مثلا جلوش یه سری محیط شبیه سازی و اینا وجود داره از طریق اوور ایر ما جی این رو مثلا سیمولیت میکنیم کامیرا سیمولیتور هستش و اینجور چیزا دیگه باز بخوام بگم مثلا این تست های که ما 2013 توی دانشگاه انجام دادیم روی یکی از سیمولاتورامون این آقا ایرانیه یعنی يعني... آره آره ما سیمولاتوری که ساختیم توی ایران برای همون پروژمون روی پنجاه تا راننده حرفه‌ای یعنی شغلشون رانندگی بین شهری بود ما این تست رو انجام دادیم پروتکل تست اینجوری بود که طرف بعد 800 900 حداقل رانندگی میکرد توی جاده جاده واقعی بعد میرسید به ترمینال من میرفتم اینا رو شبونه از ترمینال به حقی میابردمشون دانشگاه عجیب خودم مثلا بهشون غذا میدادی چلو کباب و دو و فلان و اینا که شب مثلا یه حس خوابالدگی بیشتر بهشون دست بده بعد دیگه این کلاه های ای جی و نمیدونم سنسور های مربوط به ای ام جی و الکتروکاندکتیویتی پوست و این جوشی نصب میکردیم و اینا میشستن پشت این سیمولاتور رانندگی یک انجام دادن که سری دیتا های خوابالودگی ازشون جمع آوری کنیم اینجا الان فقط ما داریم دیتا های خوابالودگی جمع آوری میکنیم اصلا بحث تشخیص نیست بحث نمیدونم وارنینگ هم نیستش فقط دیتا کالکشن ها. و تمام این ریاکشن که داری میبینی واقعیه برای خودشون مثلا من یه کاری که الان به صورت انجام میدادم میومدم صحنه های تصادف رو ها یا اینکه مثلا چجوری دیوییت میکنن از جاده رو روی یو اس بی میذارم بهشون میدادم که میگفتن یعنی همچین کاری رو بکنید تو دنیای واقعی این دیگه سیمولاتور نیستش اونجا جون خودتون و مسافرارم در خطر میندازین بعد اینم باز نمونه از سیمولاتورایی که ساختیم که حالا مثلا سیمولاتور اتوبوس بود سیمولاتور سواری بود دیگه اینم ب... بحث سیستم تشخیص خوابال دیگه راننده بود که انجام میدادیم با تیمی خلاص کار خیلی گروهی جذابی بود کلی هم ما تو این کس کردیم دیگه یعنی عملا تو همین شب... خیلی ما مثلا اون موقع نعم افزار این شبیه سازیم خودمون نوشتیم و بر اساس همون انویدیا فیزیکس بود باز اون موقع مثلا گیم انجینی که استفاده میکردیم اونجا اوگر بود اون موقع مثلا هنوز آنریل و اینا خیلی چیز نبود پاپیلار نبودش بعد از به خدمتت که ولی مثلا باسه اون تایم خب خیلی کار خوبی انجام دادیم این تصویری که حالا این پایین داری میبینی تو یه بخشی از خیابون گیشا رو مشوی سازی کرده بودیم و بچه ها رفته بودن مثلا تیم نام افزارمون عکس برداری کرده بودن و اینا رو با ایمیج رو با هم دیگه استیچ کرده بودن خب مثلا اون موقع سال 2012 اینا بود دیگه و مثلا یه محیط شبیه سازی آورده بودن بالا و کار تیمی خیلی بزرگی از که مثلا 60 نفر رو این پروژه کار میکردیم و اصلا همین آدمی که داری میبینی اینجا یعنی خوش مدیر تیم نم افصال اون بودن تو سوئد داره روی گیم کار میکنه تخصصش گلن گیمه اینم منم قبل از اینکه ما بیشتر بریزه وقتی 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 آشور وقتی آشور جوان کوچک بود نه اینا خیلی چیز جذابیه و آدم یه مقداری هم کرک و پرش میریزه که تو ایران داشتن این کارا رو میکردن پیار بدی هم داریم که نشون بدیم جوانان ما مشغول این کاران سایر شاید باورت نشه من این ویدیو که الان بهت نشون میدم و این پروتکل که واسه تستا و ریتینگ خوابالودگی و اینا در بودیم اون موقع هنوز استاندارد نشده بود ولی من مثلا از تزای مربوط به دانشگاه چالمرز و نمیدونم دانشگاه کی تی اچ اینا استفاده میکردیم و الان اومده توی استاندارد الان اون مقیاس های خوابالودگی رو پیاده سازی کردن بعد من همین اسلاید های ویدیوهایی که من دارم نشون میدم و نشون دادم و من تو محل کار به عنوان مثلا یه ورکشاپ گذاشتم و هنوز اونا رو نشون میدم جذابه باسهشون میخوام باسه بپرسم میخوام تو با این پورتفولیو رفتی توی جک بال رانوور دقیقا ها؟ دقیقا, دقیقا. دقیقا. Yes. یعنی نگاه کنی تمام اون مسیر شغلی نگاه کنی یعنی باس خودم اینجوری بود یعنی اون ردلاینی که داشتم از این حوزه تو دیوییت نمی کنی یعنی مثلا باسه من mm. بابام خیلی به چیز میکرد که آقا تو بیا مثلا با خود تو حوزه شرکت های نفتی و اینا کار میکنن بعد میگه آقا بیا اونجا پول توی اون وره و او اینا خیلی برام مهم بود که اصلا دیویت نکنه چلنج هم خیلی زیاد داشتیم دعوا هم با هم دیگه زیاد داشتیم یه سری بنفیت هم کلا دست دادم ولی در مجموع راضی هم دیگه خب به عنوان سال آخر تو مثلا گفتی از بچگی علاقه پیدا کردی به این رنج روور و اینا این داستان من هم مامانم باید صحبت میکنم به این میگه این میگه ولی این خیلی ها. یعنی هنوز من،, فکر کنم مثلا مثل موتور که قدیما شروع شد به عنوان اولین نوع وسایل نقلیه ولی الان تبدیل شده به ای آیتم لاجری و تفریحی ماشین سواری و سوار ماشین شدن و گاز دادن و دنده عوض کردن هم تبدیل بشه به چیز لاکجری در چون این میشه کامودیتی و هنوز مم. اون آدمایی که خیلی علاقه هستن و پایه هستن و اینا میرن ماشین میگیرن یعنی کسی که یه ماشین دنده ایه بنزینی داره آدم مایدار و لاکجریه که تونستی هم چیز داشته باشه که بره فقط باش تفریق کنه در آینده حتما همین اتفاق میفته همین الان نگاه کنیم مثلا توی اینجا ما هستیم تو اینجا خیلی زیاده من, میگم کلا اروپای دعات بزرگه از لحاظ چیز تکنولوژی زیاده خیلی هم خوشم میاد این قضیه که تونستن زندگی سنتی رو حفظ بکنن به بخشش پای اون تکنولوژی هم هستش بیش از این ساخته خب آی تک خیابون رد میشه مثلا خب طرف با اسبم هستش تو خیابون خب چیز میکنن ولی خب خیلی لاکچریه یعنی کسی که مثلا اینجا سوار اسب میشه خیلی هزینه بالایی هم میده قا... قاعدتا هم تو وقتی مثلا یه چیزایی قرار فیزات بشه مثلا سیستم های خود معمولی قرار فیزات بشن یا اون بحث اونرشیپ معمولی خودرو بخواد فیزات بشه هزینه نگهداریش هم باست زیاد میکنه یعنی <تصحاب> <تصحاب> همونقدر که مثلا سیاست های تشویقی باست میذارن سیاست هایی هم میذارن که استفاده از اون چیزهایی که قبلا مثلا آلاینده بوده یا نمیدونم قرار فیضات بشه هم خریداریش هم مینتننسش هم جایی که بعد استفاده بکنی همه کلا قاعدتا گرون میشه یعنی که عملا هم که گفتی یعنی کسی مثلا بخواد لذت گاز دادن دنده عوض کردن نمیدونم اون صدای قرش موتور و اینا رو بخواد بشنوه قاعدتا بعدها یه تبدیل به تفریح لاکچری خواهد شد دیگه ببین ولی یه البته کاملا دو تا دنیا دو تا سیستم متفاوت ها ولی یه تفاوت خیلی زیاده مثلا خیلی وقتی که هواپیما ها تونستن آتو پایلت بشن اینا البته حرفش هم زدی گفتی به بالا اونقدر آبجکت آبجکت نیست فوقش بکنی آره. لندینگ و تیک پرفکت کردن ولی سی سال هم اختلاف بینش میدونی یعنی چجوری اون زمان تونستن ولی اون اصلا اینجوری نیست اون با دوربین و ایمیج ریکگنیشن و اینا نیست نه اون کاملا اصلا یه دنیای دیگه است دقیقا اصلا مثلا ما راداره که صحبت میکنیم خب میدونی همه این تکنولوژی اول از سمت حوزه های نظامی میاد بعد میره مثلا تو حوزه هوا هوافضا بعدا تو حوزه تجاری استفاده میشه بعدا ماگریت میشه مثلا روی بحث خود رو تکنولوژی رادار هم همین بوده دیگه اول مثلا تو حوزه نظامی بعد ام. مثلا تو حوزه تجاریش روی هواپیماها بوده اصلا به واسطه اینکه میتونه ریسرچ های اسپیس و اینا رو داشته باشه دقیقاً. یا تکنولوژی ها رو میاره رو ماشین آفرین آفرین دقیقا و خب بعدا مثلا خب هر چه قدم که جلوتر میری قیمت تکنولوژی میاد پایین تر و سرعت رشد میره بالاتر الان دابل این نمیدونم رشد تکنولوژی بعد خیلی اومده باشه پایین یعنی مثلا میزان رشدی که تکنولوژی توی یک سال تو اصر حاضر داره میکنه با میزان رشد تکنولوژی تو ده سال گذشته در مدت زمان بازه یک سال، یک ساله خیلی متفاوته و خیلی سریعتره خب این باعث میشه که زودتر بتونه اینا همه گیر بشه و بیاد مثلا روی خودروهای معمولی هم اینا پیاده سازی بشه من یادم دقیقا اون موقع که یعنی یکی از چیزایی که من توجیه میکردم چرا باید روی این حوزه سرمایه گذاری کنیم و همیشه یکی از چالش های این بود که مدیرا رو متقاعد کنی که به الان درسته داری راجع به این قضیه صحبت میکنی که سنسور رادار قیمتش هستش 300 ترند رو در آوردم اولش که اینتریدوس شده بود تو مارکت قیمتش بود 1900 دلار که روی مرسدس بنز اس کلاس اولین بار سوار شده بود همین رادارا برای ادپتیو کروز کنترل استفاده کردن الان شما راداری که الان هستش و من پنج سال پیش کوتیشن گرفته بودم 140 دلار بود رو تیراژ من دارم میگم و الان داری صحبت میکنی 40 دلاره قیمتش تازه 40 دلاری که من دارم بهت میگم نه با اون پرفورمنسی که قبلا بوده با پرفورمنسی که بی نهایت ایمپروف شده یعنی الان مثلا مالتی بیم تشخیص میده رنج بالاتر رفته رزولوشن خیلی بالاتر رفته خب این باعث شده که الان مثلا اگه قبلا یه سیستم رادار می روی یه بنز اس کلاس با قیمت خیلی بالا می اومد پیاده سازی اویلیبل بود واسه مشتری همون تکنولوژی الان واسه یه خودروی کلاس A و B مثلا روی تویوتا یاریس روی تویوتا کرولا اینا همون تکنولوژی حتی با کیفیت بهتر الان قابل دسترس هستش یعنی میخوام بگم که تکنولوژی قیمتش میاد پایین تر اکسسیبیلیتی بیشتر میشه و همه گیرتر میشه دیگه و اون چیزی که الان مثلا داری میگی کسایی که الان دارن خود بقیه هم استفاده میکنن و همینه اول مثلا با تسلا خوب همه گیرتر شده خیلی افوردبل نیست واسه همه ولی الان داری میبینی داریم میاد همینجوری سر میخوره میاد رو خودروهای کلاس پایین ترم قابل دسترس الان فکر میکنم مثلا شما یه خودروی برقی رو شهر شهری مثلا فکر کنم بشه با ده هزار یورو ده, هزار ده هزار پوند ده دلار اینا تو این رنج مثلا خریداری کردش حالا قاعدتا اون لاکچریه نمیدونم تسلا اینا رو نداره ولی خب قاعدتا این اتفاق میفته و اون باعث میشه که بعدا همین تکنولوژی ها اجباری هم بشن یعنی وقتی قیمت میاد پایینتر میتونه افوردبل بشه بعد اینا میان رگولیشن میان اجباری میکنه الان مثلا نصب توموز خودکار از از ابتدای سال 2024 از ابتدای سال 2024 رو تمام خودروهایی که در دنیا تولید میشه نصب سیستم توموز خودکار اجباری خواهد بود و این معنیش اینه که همه خودروها رادار خواهند داشت اینفراستراکچر هم همینطور الان تمام برج و ساختمان های جدید یا حتی قدیم از یه سالی به بعد اجبار دارن که تو پارکینگاشون همه شارجر ماشین برقی داشته باشه دقیقا همینه الان تو خود انگلیس هم قانون جدید همینه که شما باید حتما آن نمیدونم الان اجرای شده یا نه چون ما که خونه رو میخواستیم یه سال پیش بگیریم بحثش بود که مثلا شدین شد اینجا که حتما مثلا بحث پلاگ شارژ خود رو بغی رو مثلا اون بحث فست شارژش اینا باید داشته باشین به یعنی هم اینفورسمنت قانونی هم نمیدونم پایین اومدن قیمت تکنولوژی و اکسسیبیلیتیشون اینا همشون با همدیگه یه سینرژی دارن که اینا رو بتونه همگی ترشون بکنه آره دیگه بعد خونه ها و هاوس هم که همه سولار رو از آره. باتری هم دارن و خونه رو شارژ میکنی و ماشین رو میکنی و, و تمام آشوری بسی زیاد یاد گرفتیم ازت خیلی کامپکت اینفورمیشن بود ای کاش بتونیم به بگیم سامرایز کنه ولی دمت کرم خیلی یاد گرفتیم و خیلی لذت بردیم و دوست دارم دوباره یه اپیزود دیگه بیایی بیای بعدا بریم مرحله بعدی خیلی من که خیلی لذت بردم واقعا یه افتخار خیلی بزرگی بود با صحبت کردم من حالا یه چیز فانم من بهت بگم من اینقدر پادکستاتو رو گوش میکنم سوه بگم کلا شدیم مثلا رفیق آدم دیگه توی غربت که هستش خصوصا توی منطقه که ما الان هستیم خیلی هم خوب ایرانی نسبت گفتم و اینقدر گوش میکنم پادکستاتو رو چی چی و من کلا تکرار دوست ندارم بکنم مانیتور رو میذارم اصلا خود صدات کلا واسه من جذاب هستش دیگه حالا بگذاریم مفهومش و محتواش اینم خیلی های. بعد این ایرپاتی که من دارم کیسی که در اسمش گوشم سهیل خب میخندی حالا جدی دارم بهت میگم بریم پیش سهیل آره بعد خانم چیز پریناز خانمم خیلی چیز علاقه داره کلا روی همه چی اسم بذاره یعنی ما از مثلا از ماشینمون اسم داره تا نمیدونم هر چی که توی خونه هستش خلاص ما تصمیم گرفتین اسم این ایرپاد این کیسه رو بذاریم سهیل خب اینقدر گوش میکنم من بعد یه بار تو شرکت این در این کیسه جا موند در این کیس ایرپاده و اومدم خونه بعد تو ایناس گفتش که درش که گفتم نمیدونم کلاه سویل جا گذاشتم خود... جالب آره خلاصه خواستم بهت بگم که خیلی ایمپکتت خیلی بالاست و کارم خیلی سخت میکنه واسه آدم دیگه چون اپیزودات که تموم شد من انقدر دیگه تکراری حقیقتش گوش دادم خصوصا مثلا من صحبتی که با نده گلچند داشتی من خیلی خوشم میاد چون خیلی دوست دارم بدونم توی این شرکت های گنده اون ساختارهای سازمانی چجوریه و حالا اپیزودهای دیگه هم همینطور بعد دیگه گفتم خب بذار پادکست دیگه هم فعلا پیدا کنیم یه چیز دیگه هم کنارش باشه کلا هیچ چی به آدم دیگه نمیچسبه سر اینم گفتم که دا دمتون گرم اینو میگین و من یه احساس تقلبی بودم بهم دست میده به خاطر اینکه اولا که کردیتش میره به خودت چون مثلا 90 درصد تو داری صحبت میکنی 10 درصد حالا بماند که من خودم همش صحبت زیاد بهم گیر ولی نمیدونم دمتون گرم یعنی نمیدونم چی بگم از یه طرف دیگه میخوام بگم از نات می بعد از یه طرف دیگه نه خودتی تنک می خب بعد خودت بعد به خودت بگی واقعا یعنی خودت داری انجام میدی اصلا از این فاز حامل و هم بر ندار چون کار خودته و،, و, از همین حالتی که خیلی جنیون هست و خودتی این, این به نظر من خیلی مهمه تو پادکست ها تارف های بی خودی نیستش نمیدونم فازای های مصاحبه طوری نیستش خیلی کجیاله با،, با, اینش خیلی حال میکنم من ام. و حرفی حرفی هم زده بودی تو کسایی که خیلی پازیتیو و نمیدونم فنت هستن خیلی کامنت نمیدن درستم هم داری میگی من مثلا خیلی سعی میکنم رفتار یوزرها رو خیلی تریس بکنم ببینم چه جوری واقعا ریاکشن نشون میدن در مورد خود منم هم همینه واقعیتشو بهت بگم یعنی مثلا من وقتی خب با چیزی حال میکنم خیلی کم پیش بیاد مثلا حالا یه لایکی بکن آدم یه کامنتی بخواد بنویسه ولی کلا بحث هیت که باشه ملت میان یا چیز میکنن باطا این بهت میگم کلا دیموتی... دیموتیویت نشی اصلا اگه چیزی هم کلا کسی مینویسه بدون که خیلی طرفدار داری و, و... نمبر وان دمت گرم مشی و واقعا همین همینطوری هست چون بعضی موقع اینجوری که نکنه دیگه دیگه تکراری شدی و ایرلوینت شدی و دیگه جذابیت خاصی حرفان نداره و اینا ولی آخرش هم گفتم گفتم جذابیتش برای من این بود که الان بشینم با تو صحبت بکنم اینی که بقیه هم میشینن نگاه میکنن و ارتباط برقرار میکنن ا آه... اصلا دقیقا همینه من به کسایی دیگه به معرفی میکنم پادکست تو میام بگم مثلا پادکست راجبه چی مثلا تک نمیدونم انترپرنرشیپ چیه بعد میگم نه ببین یه پادکستیه که تو خواهرم دکتره بعد پسش چیز کردم گفتم ببین گوش کن مثلا خیلی خیلی تکی نیستش میگم گوش کن حال میکنی بحث زندگیه انگار مثلا داری با آدم صحبت میکنی من وقتی تو پادکست تو گوش میکنم خودم دارم گوش میکنم من احساس میکنم مثلا سه نفری داریم صحبت میکنه حالا درسته خودم اینتراکشن ندارم و اینا و, و این فاز خوبه یعنی حالا درست اول صحبت اونو یا خیلی از تم صحبت اون رفت سمت خود رو و نمیتونم تکا این حرفا ولی خوبه به نظر من که حتی فوکوس زیاد روی خود اون پروداکت تخصص اون آدم هم نباشه خیلی اون لایف که خودشون با مسائل دیل میکنن فارغ از اینکه اون پروداکت چیه فارغ از اینکه اون تخصص اون فرد چیه و این حالت تو خیلی من دوست دارم دمت مرسی که میگی مرسی که میگی خیلی کلی انرژی گرفتم همین الانم که اینا رو گفتی و واقعا هم میگم بعضی موقع آدم این بنزینه و این فیوله رو میخواد همین که میبینه همچنان کاری که داره میکنه ریلوینته به آدم خیلی خیلی حس خوبی میده دم دیگه که میگی منم کلی لذت بردم ازت میدونم که جدا از بحث ماشینم کلی تاپیک دیگه هم میتونیم راجعش صحبت بکنیم و ایشالا توی اپیزادهای آینده دوباره میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم و حالا اصلا لندنم هم... تو کجایی؟ من شهر شکسپیر نه دنباله چیزی میگردم که بشناسن همه نزدیکترین شهر بزرگی که حالا تو این منطقه ایم که ما هستیم بیرمنگامه اگه بشناسن بچه ها اصلا دوستان هم اونجا زنیم همون شکسپیر تو هستی آره اون جایی که الان ما هستیم جایی که شکسپیر محل شکسپیر بوده استراتفورد آقان ایون که حالا نزدیک هست بشه که شمال لندنه شمال لندن بالای لندن, بالای بالا لندن. اینجوری بگم ما هر جا بخوایم بریم با بالا 200 فاصله داریم با پایینم 200 فاصله داریم منچستر مثلا 200 بالاتر از ما است لندن هم حالا چون من من الان فکر میکنم بیام اونوری من احساس اون اونور خیلی بالتره. من احساس می‌کنم غرب حالا غرب که البته کانادا بودیم صحبت می‌کنیم اینجا که بد رفت تو پاچه ای ما یعنی اصلا سر ما کلا گذاشتن نگو اینو ها تو تو این بود که کانادا نه ولی اگه میخوای بیا این ولی که عالیه ولی آمریکا شاید ولی کانادا نه سو انقدر من من خیلی فنه چیز نیستم اون فضای معماری سنتی اینا رو من خیلی دوست ندارم اروپا خیلی فضای معماری سنتیه انگلیس هم که به شدت اصلا خیلی چیز داره یعنی روی حفظ تردیشن ها شو نمیدونم حتی نمای ساختمون ها من خیلی اون حالت های نیویورک توری و نمیدونم اون حالت مدرن بودن و اینا رو خیلی بیشتر دوست دارم تو فضای شهری و خیلی هم پرنازه سعی میکنم متقاعد کنم که آقا موف کنیم بریم آمریکا ببینیم سویلم مثلا با, با چیز همش آمریکا آمریکا میکنه اونم خیلی با کانادا هم چیز نیست چون یکی از جای دیگه هم که تو زنده خبری نیست ب... اینجا که اصلا خبری نیست ولی آره حالا من میگم این همه کوبیدیم دیگه از ایران زدیم بیرون و تیکت خریدیم و دهنمون سیو شد و پرواز دیگه کانادا دیگه نباید میومدیم دیگه بعد باید... چون من انگار از خارج نرفتم تو کانادا <applause> شبی خارج نیست اصلا باز کامیونیتی تو اونجا خیلی بهتره آره، شما مثلا چیکنم دقیقا همینه مثلا اون نتورکه من دارم میگم اینجا چیزی که من خیلی اذیت میکنه من آدم خیلی سوشیبلیم. هم اینجا خب خیلی کم تو میتونی آدم پیدا کنی باشون چیز بعد نیست مثلا منم تو سنه بالا ماجرت کردم و خب وقتی مثلا تو متعهد باشی یه مقدار اون باز اینتگریشن هم خیلی سخت‌تر میشه با چیز چون همه تو خونه با همه فارسی صحبت میکنی فرهنگ همونه یعنی مثلا دکور خونه ما هم هنوز مثلا ما کل اسباب و کلن چیز کردیم شیپ کردیم اینجا حالا بگم و خیلی سخته مثلا چیز کردن ولی خب اون کامیونیتی که شما تو کانادا دارین خب این با حالم هست دیگه آخه الان هم داره شک میگیره دیگه شاید واقعا مثلا یواش یواش همین پادکسته و اینا چون اتفاقا یه بحثایی هم بود ما داشتیم و کشتیار رو اینا میکردیم نکنه مثلا ما خدامون باید بریم یه کشور بسازیم یه جزیره بسازیم <applause> همه شبیه ها پاشیم بریم یه جایی حالا نه در اون حد نرد بازی ولی میگم مثلا شاید همینم هم بهونه ای بشه که چرا دیگه مثلا دوست آینده من که میخوام باش بشینم شبا چیل بکنم مثلا خب تو خیلی شبیه تری تا و یه سری از آدم دیگه که الان مثلا داری از بچگی حالا صحبتشو کردیم حالا هر کی یه جوری با حالا ولی یواش یواش شاید مثلا تاثیر میذاره سری بعدی که میخوایم دوباره تصمیم بگیریم به جا به جایی چون سوراخ مهاجرت هم باز شده برامون دیگه 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 آره جامعه. دیگه آفرین بعد آه... دیگه مثلاً تو چیز دیگه وقتی روزی مثلا فرض کن حالا به منم میگم ورکالی که من میگم نه من کلا هیچ وقت واسه پول کار نکردم که من همیشه اصلا یکی از چیزایی که من همیشه بدم میوم ازش کارمندیه درست الان مثلا من الان حقوق میگیرم ولی هیچ وقت تو زندگیم کارمندی نکردم کار میکنم تا موقعی که من... من, من کلا کار میکنم تا موقع که عشق میکنم کار میکنم خب و کاری هم نمیکنم که اصلا باش حال نکنم واقعا بغنم... شاید باورت نشه من اصلا خیلی دقیق نمیدونم چقدرم در میارم شاید مثلا خانومم بیشتر بدونه که چ... چ... چقدر در میارم چون کلا تایم شیت هم پر میکنم همجوری یه چیزی میزنم بره ملت مثلا میان یو نصف شب چیز میکنه میگه فلانی چرا مثلا ساعت 11 12 شب داری هنوز آنلاینی میگه آدم کار میکنم میگه نباید اینقدر فشار بیاری میگم من فشار نمیارم دارم لذت میبرم حالا تو هرجوری میخوای چیز کنم. کارا رو از خودم میدونم دیگه میدونی و وقتی مثلا تو انقدر آره وقتی مثلا تو انقدر تایم میذاری روی این بحث کارت و اینا به هر حال دوست داری مثلا با اون کسی هم که چیل میکنی چهار تا چیز هم راجع به بحث کارت به حال میکنی دیگه حالا وسطش هم مثلا لایش یه چیزای دیگه یه میکی، کار هم میگی صحبت کارم هستش رندوم به حال تم زندگیت به حال یه بخشیش میشه کار خب حالا چیزی هم هستش که باید زندگی میکنه و این باعث میشه که یه مقدار زیاد دیوییت بکنی از اون دوستای بچگیت نمیدونم دوستایی که توی باشگاه داشتی و اینا ولی آره برای, خیلی درکش خیلی زیاد نیست برای بعضی ها کار کردن فقط یه جنبه اقتصادی داره و برن دو روز کار کنن و بعد بیان برن کارهای دیگه بکنن یکم برای خیلی هست. من با چند نفر صحبت میکردم یکم براشون درکش سخت بود که انقدر این قضیه تو زندگی ما انتگریده ده آره دقیقا آره. یه چیزی هم ما صد درصد خانمت میزنه تو چقدر در میاری. <تص> از همه بیشتر میدونه من خداییش نه من اصلا حالا اینا گفتیم من کلا ایدم همون حالت پنجاه پنجا این زن مرد مثلا پنجاه پنجا اصلا مهم هم ما تو پولو داری میگی آره دیگه پولو دارم میگم کلن آره فازمون اینجوریه دیگه دمت گرم خیلی مشتی هستی من فکر کنم یکی طولانی ترین پادکست ها شد چون یه بار وسطش ری، ریفرش کردیم فکر کنم الان تو دو ساعت و نیم سه ساعتیم مطمئن نیستم نهارم یه جایی تعجب نیم من خودم هفت سیاد میسنم خودش دمت گرم مشتی هستی بسار قبرت بر افزای جون خیلی مشتی هستی به قول خودت هم کابتان کشتی هستی دمت گرم حالا ملوان کشتی آه ملوان کشتی هستی اشتباه گفتم mis see oli ?